تا میره خونه اصلا با درد داغونه پیامبر عزیز و مهربونمون که بهترین سلامهای خدا بر او و خانواده پاکش باد میخواستن به بشریت و به بشر و به همه آدم ها هدیه بدن. ایشون مثل ما دایره انتخابشون محدود نبود، یعنی میتونستن آسمان ها و زمین و هر چی که هست انتخابشون باشه، ولی ایشون دو چیز رو انتخاب کردن: یک قرآن کریم، دو خانواده عزیزشون. کلاته اگه همین دوتا رو داشته باشی انگار که همه یه آسمان ها و زمین رو داری. و نکته مهم اینه که اگر دستمون تو دست اونی باشه که خدا میخواد، یعنی همه اینا رو داریم. در این رو علی علیه السلام تجلی اتمام و اکمال دین خدا شد. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. به خدا شکر. اونهایی که میرید خرید، هی میایین بیرون میگین همه چی گرونه، همه چی گرونه، پول خونه باباشونو میگم هی اعتراض میکنین، غور میزنین، هیچ کاری نداره. لوازم خونه اگه میخواین بخرین تا سقف 20 میلیون تومان، توجه کنین، تا سقف 20 میلیون تومان میتونید برید از لوازم خونگی اسنوا خرید بکنید. تخفیف و اینام که میده بهتون هیچی، میتونید با اقساط 36 ماه پرداخت کنین. اوه اوه، 3 ساله، یعنی 3 ساله پولش ازتون میگیره، ولی همین الان میگیره میذارین تو منزل ازش استفاده میکنی. خیلی چیزها، چه برای جهیزیه بخواین در نظر بگیرین، مثلا یه دونه LED 55 اینچ رو میخرید مایی 100 هزار تومن میدید. آقای شاه حسینی بده من اون برگرو، دقت کنید ببینید چیا داره. بده من بابا. آقای شاه ببینید، میتونید آره اقساطو 300 هزار تومن در ماه پرداخت بکنید. همین بود، من فقط واسه این رفتم گفتم چی صدا کن. خب اینو که میدونستم که حالا عدد 9، برای اینکه میخواین اطلاعات بیشتر به دست بیارین، عدد 9 به 3034 35 ارسال بفرمایید، اطلاعات بره میریزه روتون که متوجه بشید چه کارایی باید بکنید. ببخشید، خیلی متشکرم، بارک الله، ماشاءالله بشید. خب ایش با ایش نوما Ich gebe Blumen, ich außen Mäfen, ich lauke nicht in mein Jusch im Laufen. چی؟ چکار کردی؟ سلام. ببخشی شرمنده، دیگه عصبی میکنن آدمو. کی بود؟ هیچی. با کجا حرف میزدی؟ آلمان دیگه، با کجا حرف میزدن؟ گینه بیساو. مشخص آلمانیه دیگه. خیلی کجا بود پس؟ باشه، بعد با آلمان حرف میزدی، باز دوباره داشتی کار بیزنس و اینا انجام میدادی؟ بیزنس داشتیم انجام میدادیم، آره. میشه بلنشی راحتر ببینمت؟ بفرمایید. داشتی چی کار میکردی؟ دیدی؟ میخوام بشینم. چرا به نظر عصبی میاد؟ عصبی نبودم، نه، سفارش بار داشتم، گفت نداریم، تو یک ماه دیگه باید بفرستیم بیاد دستت. خب نه، لحنش بد بود. آلمانی یه جور لحنشون بده، میرن رو اعصاب آدم. چیز بدی نمیگه، لحنش بده، به من بر میخوره. مثلا چه جوری میگه؟ زنگ زده سم.
بیا بیا اینو بگین. به من چه ربطی؟ بیا بیا بیا. به من چه ربطی؟ بیا بهش من بگو. چی بگم؟ الان واسه کردی؟ بابا من چی بگم؟ من آلمانی بلد نیستم. نمیشه انگلیسی حرف بزنم. چرا انگلیسی تو میخوای همه زبونا جا کنی؟ آقا من بلد نیستم آلمانی حرف بزنم. من برای شما میگم حرف بزن قد میشه. چی بگم؟ الو سلام علیکم. حالتون چطوره؟ چه خبر؟ خیلی خوش اومدیم. میفهمه اون که چی؟ چی بگم؟ شاوزن لیگن. شاوزن لیگن. اسلوفن الاوندی. اسلوفن یانتیش. یانتیش ته. خب. آره. خب گفتی تو گفتی. بذار ببینم چی میگه. نو نو. جو. نو بشو. کلوزن می اوفن ایل اوپن. کلوزن دیانه فلوبن. خیلی خوب. قطعش کن. زی انخداینن. تو که بلدی تو تا بگو دیگه. ای قد چیز کرد. قد کرد. قد کرده. آره. مشکل نداره. چی شد؟ نه من بهش گفتم. چی گفتی؟ چی؟ من گفتم بار آخرت باشه که شما با من تازه بد رسوندی بهش. گفتم بار آخرت باشه زنگ میزنی با من لحن تند حرف میزنی. یه بار دیگه اونجوری حرف بزنی با من درجو میدم باهات صحبت نکنم. و تمام معاملات بینمون قطع. عزیزه دارم اون بنده خدا که شما داری میگی طرف که عصبانی نیستش که. تو میگی لحنش بده. درسته؟ من لحنش بده شده دیگه. چی بگم؟ حرف بزن. هلو 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 Vigetesinen. Vigetesinen. Hallo Tatesh, wurde die Gerke mich heute. Sie ahnen Blüte nicht, in der Vorreit. Vorreit sind die Eiden Blüte nicht, der eine. Ja, auf dem Liegen ist da, auf dem... Vater nicht zu fahren! Pech, da, da! Pach! Chi mige? Unbegut, chi mige? Aber man nehmt einfach mal. Ja, sie ahnen Blüte nicht. Nicht? یعنی چی داره عذرخواهی میکنه فکر میکنم عذرخواهی کرده شده عذرخواهی قد کن روش خب داره عذرخواهی میکنه نه عذرخواهی بکنه نه عذرخواهی بکنه گناه داره نه گناه داشته اینقدر مهربون این اونو گفت چی گفت محکم گفت عذرخواهی چی بود محکم گفت چی گفت گفت زی اینن بلوده نیخت آمین تنده دیگه لعنش قدش کن بابا قد کن روش لعنش تنده عذرخواهی بکنه نباید با من اونجوری حرف بزنه بابا گناه داره گناه چی داره بابا آلمانی هم اینا چه گناهی اون به یک زبون دیگه ای داره حرف میزنه لحنش با اون لحنی که تو ذهنت داری فرق داره چی گفت عذرخواهیش چی گفت بابا همون دیگه زی اینن بلوده نیشت زی اینن بلوده نیشت اینو گفت آره مطمئنی مام آره دیگه باشه با مردم اینجوری رفتار نکن چیکار کنم برادر من رام و جوون چیکار کنم عزیزم ازش معذرت خواهشو بپذیر از خواهی کرده باش دوست باش داری معامله میکنی میفهمم چی داری میگه حرفت متینه هی هر سری هم با خودم کار میکنم میگم آقا زشته تو داری یه داد و ستدی بین اینا با انجام میدی خب نباید لعنتو ببری بالا آفرین بر نخوره آفرین یا زن خوب خواهش میکنم الان آرامشو حفظ کن میفهمم چی آرامش بده صحبت کنم نه الان آروم لبخند آروم 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 الو Ich glaube blicken. Na, no, ich miss. Ich glaube, if losing is trauben, ich innoven grabes die haben. Nice. آفرین چقدر آروم و خوب عالیه. Ich glaube blicken. Ich losing die haben blieben. Ich glaube es glauben blieben. Ich glaube es glauben blieben. Yeah. باز دوباره دیوانه شدی که دیوونه ای تو اه دوباره رفت صداش بالا دوباره گفت جنس ندارم چی کار کنم من جنسش برم بشم یعنی چی ندارم چرا اصلا زنگ میزنه به من تأکید میکنه که جنس نداره نمیتونم من با اینا خوب حرف بزنم منم کردم مسئول این کار به خاطر زبانم که همه زبانها رو بلدم بلد نیستم چی بگم آرامش رو حفظ آرامش رو حفظه بریم بیایم کجا بریم بیایم بابا بریم الان اومد اینجا چیکار کنی؟ اومدم پیشت. یه ذره آرومم کنی. بیا. یه ذره دست بزنین برای آرامش حفظ کن. اخ نکن. گفتی چی بهش؟ بابا ولم کن یه بلد چیزی نبودم. گفتم. نه. ولم کن یه چیزی گفتم. اونو بگو. نمیدونم چی گفتم. بریم بیا بهت میگم. بریم بیا. یک، دو، سه.
بازم عیدتون مبارک، خیلی مخلصیم، خیلی جگیم. این موقعیت های شانس دادن از طریق تراکنش کردن 7-80 رو از دست ندهید. فقط 6 روز مونده به روز موعود قرعه کشی 500 میلیون تومانی برای یک نفر. فقط یک روز چیه؟ 6 روز مونده برای یک نفر 500 میلیون. بجنبین. الان به عنوان مثال اتفاقی که افتاده اینه که از الان تا فردا شب ساعت 11 یعنی 1:24 ساعت خاندوانه ای 10 شانس، هر تراکنشی که بکنید، هر تراکنش 10 تا شانس بهتون میده. خیلی زیاده، یعنی یهو 10 برابر میشید شما هر چند تا تراکنش. و اینکه اگر از طریق اپلیکیشن این کارو بکنید 2 برابر، یعنی 20 تا شانس. فوق العاده است. اونهایی که اپلیکیشن رو ندارن 7 رو بفرستن به 2780، لینکش میاد، سریع نصبش بکنید رو گوشی و این کاراتون رو بکنید. و در این حال اونهایی که میخوان امتیازشون رو، تمام امتیازاتشون رو به شانس تبدیل کنن بدون هزینه‌ای، بدون یک ریال هزینه، فقط بزن 3780 مربع، اینجوری همه امتیازاتون به شانس تبدیل میشه. و در این حال یادتون نره که دم باز شدن مدارس بچه ها لوازم تحلیل لازم دارن، وسایل مدرسه لازم دارن در مناطق محروم و و و کمپین بزرگ و با حال 3780 3095 مربع که شما همیشه کنارش واسدادین هم آماده دریافت کمک شماست. بدوین. خب اون از اون. حالا اپلیکیشن خندوانه، اپلیکیشن خودمون، تمام خندوانه ای ها از این لحظه به بعد موظفند اپلیکیشن خندوانه رو در گوشی داشته باشن. واقعا به جنبین این کارو بکنید، به خاطر اینکه یه عالم ارتباط های باحال اونجا قراره توی اپلیکیشنمون با هم برقرار بکنیم. چه جوری میتونیم اپلیکیشن خندوانه رو داشته باشیم؟ لینکش رو این شکلی که عرض میکنم، یا از طریق خود 7-80 توی سامانه توی خندوانه ببینید، برو بریم اونجا ببینید، یا از خندوانه.arsh.co یا از طریق کانال رسمی خندوانه در پیام رسان ایرانی سروش. به همین سادگی. و به جنبین، قرار خنداننده شوی دو رو برگزار بکنیم که خیلی باحاله و شما از الان شروع کنید ویدیوهای 2 تا 3 دقیقه از خودتون آماده کردن، چیزای بامزه که فکر میکنین باحاله آماده بکنین، از خودتون بگین، بعد بفرستین به خود اپلیکیشن. همه اینا جمع میشه اونجا، شروع میکنیم همون مسیری که اون دفعه رفتیم، این دفعه هم میریم. تعداد زیاد بفرستین، قراره بهتره کنیم. و مسابقه بخونه ببرمون هم در طول مدتی که نیستیم حتما برگزار میکنیم از طریق خود اپلیکیشن. و اونجا در ایام محرم و ماه محرم و سفر کتاب های مناسب این اوقات و بعد از اون هم باز کتاب های دیگه برای بخونه ببر رو برگزار میکنیم و خیلی جدی و جذاب با جایزه های باحال. پس بدونیم هر کسی از ما خندوانه ها اپلیکیشن خندوانه رو باید داشته باشه. بریم. سلام، رامبد جوان هستم، اینجا خندوانه. 1 2 3 از این میتوید شما بیمونه یا؟ قرار بینمون یادش نره، با خنده قیافت با حال سره. یکی از این نارگیل ترین آدم هایی هستی که تالا باش برخور جایی کنید. دیده خنده داره، ما خیلی باحالیم. میخوایم قرعه کشی بکنیم ببینیم که کی چه جایزه ای میگیره. حالا همونطور که دارین میبینین این قاچ های زرد رنگ، خونه های زرد رنگ، محصولاته که اگر توش بیفته شما صاحبش خواهید بود. منطبع میتونم یک کاری بکنم، از شما میپرسم که من میتونم نصف قیمت اینو بهتون بدم و شما یه دور دیگه بچرخونین. شما میتونین بگین نه من همینو میخوام دیگه، مرسی، اضافه تر چیزی نمیخوام. یا اینکه میگین باشه نصفشو میگیرین یه دور دیگه میچرخونین. اگه تو خودش دوباره بیفته هم اون نصف پوله رو گرفتین هم خودشو کامل میگیرین. نکته بعدی اینا که همونان، هرچی که توش نوشتین 300,000 تومان فلان بلیت تئاتر دریم 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 همه اینا. دو تا اینجا خونه سیاه داریم، درسته؟ خونه سیاهی که نشان سبز توشه و خونه سیاهی که نشان آبی توشه.
اگر توی خونه نشان سبز بیفته، سیاهی که نشان سبز داره بیفته، میتونم یه کاری بکنم بهتون بگم که ببین، میتونم 1,000,000 تومان بهت بدم بگم برو بشین، میتونی بگی که نه یه دور دیگه میچرخونم، یه دور دیگه بچرخونی. اگر بیفته توی خونه سیاهی که آبیه 100,000,000 تومان جایزه میگیره. و اگه دوباره تو خودش بیفته همون 1,000,000 تومان رو بهتون میده. آماده این؟ اولین شماره 162. سلام. سلام، خودتو معرفی کن. بهنام فرهادی هستم. بهنام فرهادی حالت چطوره؟ قربونتون برم. آماده ای؟ بله. 1, 2, 3. هیجان داری؟ جایزه هیجان داری؟ بلیت سینما برای خودت و 4 نفر دیگه که مجموع میشین 5 نفر. موفق باشی، مبارکه. تشکر. شماره بعدی 123. منیجر حبیبی. خانم حبیبی چطوری؟ مرسی. آماده این؟ بله. ببینیم شما چی گیرتون میاد. 1, 2, 3. شما 500,000 تومان کارت تخفیف تقدیمتون میشه. مبارکتون باشه. یه روز که میرین این خریدو انجام بدین، بعد 5 نفری برین با هم دیگه، با همون فروشنده مسئول برین با هم دیگه سینما. خب شماره 80. نفیسه طبایی هستم. خانم نفیسه طبایی. آماده این؟ بله. 1, 2, 3. سب کن، اجاق گاز قیمتش 1,500,000 تومنه. شما میتونید، من و شما میتونید با هم این توافق بکنیم که 750,000 تومنشو بگیرین نقد، یه دور دیگه بچرخونین. کامل میخواد کادو بدم به خواهرم. بگی بالا بشنوی. کادو بدم به خواهرم. چطور؟ عروسیشه. با مبارکه. مرسی. مبارکه. خیلی عمالی. شماره 82. سلام. سلام. زهرا صمد نژاد هست. خانم صمد نژاد بفرمایید. آماده؟ بله. 1, 2, 3. هیجان داری؟ هیجان داری؟ بلیت موزه برای 4 نفر. خیلی ممنون. یه کار فرهنگی کامل. بله. خیلی ممنون. 126. سلام. سلام. اسمتون؟ غزل غفاری هستم. غزل غفاری حالتون چطوره؟ هیچ. آماده ای؟ بله. برو بریم. 1, 2, 3.
یه تهرون گردی مهمون ما شدیم. سپاس. مخلصیم. خیلی هم عالی. جوایز این قرعه کشی که جدیداً راه انداختیم و همه رو اسنووا داره میده و میدونید که میتونین از محصولات اسنووا خریداری بکنین برای منزلتون با تنوع بسیار فوق‌العاده. توی وبسایتش برین تماشا بکنین اونجا و قیمت ها رو میبینین، تخفیف میتونین بگیرین، اقساطی 36 ماهی میتونین پرداخت کنین و و و و و و و. خیلی هم عالی. بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. خدا رو شکر عید جشن میگیریم و اصولا ما باید اخلاقمون این باشه که مدام بهانه پیدا بکنیم برای جشن گرفتن، تبریک گفتن، مهربونی کردن و دوستی کردن. خندوانه یک مسابقه برگزار کرد به اسم خنداننده شو. توی خنداننده شو جوانهای بسیار باحال و درجه یکی دیده شدن و به نوعی شاید کشف شدن که میتونن در آینده نه چندان دور خیلی جدی مشغول به کار بشن و ما محصولات خودمون رو خودمون استفاده میکنیم، محصولات داخلی. الان میخوام دعوت بکنم از یکی از این محصولات. خیلی هم خوبه. دعوت میکنم از بهزاد قدیانلو. سلام. 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 حالتون چطوره؟ عالی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. بنده به منتقدا بسیار احترام میذارم. به من گفتن که تو شلی، امروز میخوام سفت بشم. به هم گفتن چرا همین یه لباس رو میپوشی؟ لباس هم عوض کردم. به هم میاد نه؟ خیلی همه میگن آقایون خوشتیپ چارخونه میپوشن. ببینید بحث لباس پیش اومد، هم میگن که آقا لباس رو عوض کن فلان کن. ما شاعری داریم داشتیم میگفتن که تن آدمی شریف است، به شریف است به چان آدمیت جان آدمی، جان آدمی. نه همین لباس زیباز فلان آدمیت فلان چی اینجا؟ نشان. بله میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی ما باید به خودمون اهمیت بدیم. حال لباس من زرشیه همیشه، چه فرق داره امروز چارخونه است؟ مهم نیست. بعضی مشاغل هستن که لباس دارن. عموما مشاغلی که لباس دارن باهاشون نمیشه شوخی کرد، خطرناکن. مثل پزشکا، مثلا تو اتاق عمل همیشه لباس سبز میپوشن، شما نمیگی آید دکتر چرا همیشه همین یه رنگو میپوشی؟ مثلا داری بیهوش میشی، میگن تا ده بشی میگه آید دکتر چه بشه. به تو چه؟ دوست داره سبز بپوشی. یا مثلا فوتبالیستا هیچ وقت بحث این پیش نمیاد که آقا چرا داری میری تو زمین همیشه قرمز میپوشی یا همیشه آبی میپوشی، به تو چه؟ یا مثلا یه شغل دیگه هست من یادم رفته، اونم لباس خاص خودش داشت که به ما ربطی نداره، دوستان همیشه همین رو بپوشن، منم دوست دارم زرشکی بپوشم. منتقد عزیز به تو چه؟ ولی خب نظرتون محترم. متاسفانه لباس و اشیا روی زندگی آدم ها و رفتار آدم ها خیلی تأثیر میذاره. برای مثال از پوشیدنی ها خدمت شما ساعت رو عرض میکنه. مثلا یه ساعت درپیت دارم کنار خیابون خریدم و اینها، دستم رو دارم میرم اینجوری، بعد یکی میاد میگه آقا ساعت چنده؟
من یه نگاه ساعتم رو بگم مثلا 10:30 رد میشه. ساعتم یه ذره مدل داره، نگین داره، خوشگله. اینجوری زنم تو خیابون راه میرم، میگم آقا ساعت چنده؟ میگم مثلا 10:30. گاهم پیش میاد ساعت خیلی مدل با کلاس و گنده، بعد ما داریم میریم ساعت اینجوری میگیریم، بعد میگم آقا ساعت چنده؟ همونطور که میبینید 10:30. و خب بالاخره تجهیزات جانبی روی رفتار آدم ها تأثیر میذاره. بعد هی من گفتن صفر باشن خسته شدن. علاوه بر تجهیزات جانبی یک سری مسائل دیگه هم هست روی رفتار آدم ها تأثیر میذاره. خوراکی ها، شما توجه کنید، چای میخواییم بخوریم، چای میگیرید تو لیوان، قندم یک حالا همون شما خودتی هیچ فرقی نکرد میخوای قهوه بخورید، تلخ مزدست، بعد قهوه رو میگیری دست، همونه، تو همونی، چای قهوه. یا مثلا میخوای دیزی بخوری، میبینید دیزی سرا اینجوری میشینین خیلی زشت میکوبین، نون میزنین، پیاز میریزه، اصلا مهم هم مثلا آدم نشسته اونجا، خانواده نشستی، چه طرز نشستن، اصلا اینقدر بد نشستم کنم دارین تیکر نشون ندن. ولی خب شما تو دیزی سرا همینجوری میشینی، همینجوری هم میخوری. اما طرف مثلا میره رستوران شیک پشت میز میشینه، استیک میخواد بخوره، چنگال میگی چنگالو راست چپ چپ، جدی همیشه چپ، چنگالو همیشه چپ میگیره، چاقو رو میگیره دست اینجوری. حالا مثلا اون دیزی رو نمیتونی شیک بخوری، حتما باید غذا شیک باشه، شیک کار کنی. چرا انقدر اشیا روی ما تاثیر میذاره؟ اصلا یکی از اشیایی که خیلی روی ما تاثیر میذاره میز هست. بسیاری از کارمندان هستن تو خیابون دارن راه میرن، طرف کلا شبیه آدم بادیه جلو کار باشه، یه هیچ خاصیتی نداره، فقط داره میگه بفرمایید تو فلان، خوش اومدید. یه همین کل زندگیش همینه. آقا پشت میز که میرسه همینجوری آدم بادیه میرسه پشت میز، میشه مجسمه اسکار، بعد کارم راه نمیندازه. شما 2 ساعت میره سر میزش، آقا من عجله دارم، آقا یه امضا، آقای مرادی خودکارم نیست، یه حال زورت میاد، یه میز بهت دادن، بعد با همون قیافه پا میشه میره بیرون دوباره. یه میز انقدر تو تاثیر داره. بعد حالا این کارمند دون پایت دکترا چی؟ توجه که این مطب دکتر میرین، دکتر پشت میز که نشسته اینجوریه، دفتر شده میرین صاف کن، مشهره چیه؟ دردم میکنه. از اون عجیبتر بقالی، شما میری سوپری بقالی میخوای یه چیزی بخری، آه اینجا فرق نداره شما چای بخری یا قهوه بخری، هر چیزی بخری، بقالی محل یک آدم خوش اخلاقه که شما رو هم میشناسه، خانوادتون هم میشناسه، همیشه تحویل میگیره، میرین اونجا سلام علیکم، مثلا عموما هم مثلا اسمشون مثل همه، سلام آقای فلانی، سلام خوبی، چطوری، خوب هستی، بابا خوبه، مامان خوبه، آبجی خوبه، کم پیدایی اینا فلان، 8:20 میشه اینا، و مثلا میگه خورد ندارم، میگه اشکال نداره، مهمون باشین، آدامس رو بگین خدمت ما، آدامسا برای چی پول خورد محسوب میشیم؟ الان یادم افتاد یهو، ببخش. شما مگه آدامسی؟ بله، یک آدامس شیرین بودیم که ما رو باد کردن، ترکیدیم، هیچ کس ما رو مرد شد. بعد خلاصه پول خورد آدامس میده، خوش میمندیم، همه چی عادی، خوش خوردم، پولم حساب میکنه، خوردم نداره. همین میز، همون روند خرید و فروش، اولا شما وارد فروشگاه میشی، مثلا میخوای بری یه شامپو بخری، هیچ چیز دیگه هم نمیخوای، میگی خب من میرم تو، شامپو رو برمیدارم میزنم تو جیبم، میرم سمت صندوق، شامپو رو حساب میکنم، خدافظ شما، کارتم میکشم رو میزنم میزنم میام. این قاعدهش فروشگاه رفت. شما میری تو فروشگاه، میری همه چرخ دارن، چرخ رو برمیداری میری تو قفسه ها، شیر داریم، میری جلوتر میبینی طرف تایت خریده، تایت داریم؟ یه تایت هم برم داریم، میری اون برم میبینی یکی مونده بین دو تا ترشی، من ترشی هم نمیخوای، آبا اینجا
معلومه این بهتر. من کارشناس ترشی هم بعد همچین استیل هم نگاه میکنم همون ترشی رو تو مغازه میریم یا یه ترشی بده چه مارکی باشه هیچی، چه سایزی باشه هیچی، چه تاریخی باشه هیچی، چه رنگی باشه هیچی، ترش باشه هیچی. حالا اینجا میری همونو برمیداری میذاری که مثلا بعد میای با یه سبد پر شامپو هم آخر یادت میره بخری. میای بغل صندوق، صندوقه همون میزه، خانومی که اون پشتش هست همون بقاله، محصولات شما همون محصول، این تخته ها میذاری محصولات میچینی رو، منتظر نفر جلوی بره که واه عجب آدم کندیه. یه شامپو میخوای؟ اوه شامپو میده. یه شامپو هم برمیداره میاد میذاره اینجا، نوبتش میشه. خانومه انگاه ارث باباشو خوردی. تیت 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 کارت بفرمه رمز. اوه رمز چیز خصوص. رمز نمیخوام بدم. رمز رمز خودمه. بله 12:32 چرا؟ برخورد خوب کنیم با هم. کیسه؟ نه کیسه نمیخوام، برو همون میزه. حالا چون یه ریل گذاشته خانمه فهم میکنه که خیلی بد با شما برخورد جالبی داشته باشه. من میای تو فروشگاه، طرف مثلا من با کمدین ها شوخی میکنم چون ظرفیت بالایی داره، طرف میاد از پله ها بره پایین خیلی شیک مثل امیر کربلایی زاده میره اینجوری، میخواد بیاد بالا مثلا مثل علی مشهدی میاد بالا اینجوری. حالا همون پله بشه پله برقی، یه هم میشه بهرام و رادان. مسیر پل برقمه میخواد بیاد بالا میشه ممرز گلزار. یه پل برقی اینقدر تاثیر داره رفتار ما. بعد شما داری راه میری کفش عادی پوشیده خانم ها اومن زانوهاشون خم همجوری راه میره، یه ذره کفش پاشنه داشته میشه. خب تو که میتونی زانو تو صاف کنی، با همون بی پاشنه صاف کن. همه بحث من همینه، تن آدمی شریف هست به جان آدمی هست. نه همین لباس زیباست. خیلی ممنون، خیلی ممنون. به سر عیدت مبارک باشه. به زودی میبینم دوباره مخلصم. تا به زودی. خدا حافظ. خیلی مخلصیم. اپلیکیشن شبکه نسیمم به سلامتی و خیلی باحال راه اندازی آماده بهره برداری شده. از طریق tvnasim.ir میتونید که اپلیکیشن رو لینکش رو بگیرید برای خودتون اصلا نصبش بکنید، راه اندازی بکنید و خیلی باحال میتونید برنامه زنده ببینید اون تو، یعنی زنده میتونید برنامه رو ببینید و میتونید که اخبار رو ببینید، جدول برنامه ها رو ببینید، خیلی خیلی کارا. میتونید ویدیو بفرستید، ویدیو ببینید و خیلی باحال. دم شبکه نسیم گرم که اپلیکیشنش رو راه اندازی کرد. خب از طرفی آهان نادر مشایخی عزیز به قولش عمل کرد، دمش گرم، باریکلا. به این دقت بفرمایید که شنبه 25 شهریور ساعت 21:09 شب کنسرت اینتر ارکستر تهران به رهبری نادر مشایخی به نفع بیماران ام اس در تالار وحدت برگزار خواهد شد.
در این برنامه که با حضور هنرمندان و موسیقیدانان برجسته اجرا می شود، علاوه بر اجرای قطعات متنوع پویش مردمی در حمایت از بیماران MS، به همراه برگزاری نمایشگاه نقاشی و حراجی های ویژه و پرفورمنس های خلاقانه برگزار خواهد شد. بلیط فروشی این برنامه نیز به صورت متعالی، یعنی هر کسی بنا به توان خودش و خواسته خودش میتونه که از طریق سایت تیوال بلیط ها رو بگیره به نفع بیماران MS که در این حال با همکاری انجمن MS ایران هم داره برگزار میشه. دم نادر مشایخی گرم، دم انجمن MS ایران گرم، دم تمام این گروه های هنرمند گرم که یه همچین کار باحالی رو دارن انجام میدن. اصلا همینه، همه هم باید هوای هم دیگر داشته باشه. مخلصم بفرمید. الان این صداها رو نرو شماست. صدا؟ این صدا نه، این صدا تو نروم نمیره. الان این صدا چیه؟ صدا کنترباس من. کنترباس داره پیتزیکاتو میزن. این ویلونسل. مشکلی با صدا ندارم آقا، برای اینکه یاد گرفتم با صدا حال کنم. کنسرت گذاشتین های مشایخی امشب. مهم این بود که با این بچه ها و بچه های جوان که پر از انرژی هستن، اونا خوشحالن که با من دارن کار میکنن، ولی نمیدونم من چقدر خوشحالم که با اونا دارم کار میکنم. اونا دارم انرژی به من میدن. امشب چه قطعاتی قرار اجرا شه؟ کنسرت چیست؟ امشب قطعات مختلفی با عادات شنیداری مختلف ما میخوایم اجرا کنیم. خب آقای مشایخی، یه ذره بعد از اینکه برنامه‌تون پخش شد بگید چه اتفاقی افتاد. حالا من مشغول این کنسرت بودم، ولی به طور کل اصلا نمیتونستم دیگه جواب بدم به موبایلم. این موبایل در روز شاید 300 بار زنگ میزد، 400 بار زنگ میزد و تبریکایی که دوستان میگفتن یا آدمایی که علاقمند شده بودن به اون صحبت‌ها، این خیلی تاثیر خوبی بود. خیلی مهم بود. این از این جهت مهم بود که آدم حرفاشو بشنون، ببینن که آقا تو نمیخوای سرگرم کنی، نمیخوای تفریح کنی، نمیخوای پول در بیاری، یه چیزی داری میخوای اینو بدی بهشون ببرن. بابا اینا دیده بودن؟ من هنوز ندیدمش. ای بابا من فرصت نکردم اونا رو ببینم. کجای برنامه رو خیلی دوست داشتن مردم یا دوربریا؟ خیلی از دست این جریان خدمیده بودن که ما سعی کردیم آقای جوان با اون چیزی که داره، تجربه‌ای که داره، چنان کار میکرد با مثلا اگه من میگفتم ایرانیا مثلا بعضیا میگم 5 دقیقه و نیم ساعت دیر میان، زود قضیه رو به عنوان یه چیز میدید، یه انتقاد و زیر در واقع زیر صحبتش مشخص بود که قضیه رو خیلی
با طنز درک کرده. برای اینکه طنز درست کردن اصلا خودش یه کاره، یه کار خیلی خیلی، یعنی اون سوژه‌ای که آدم به طنز در میاره باید خیلی خوب درک کرده باشه. آقا چه قولی دادیم؟ قولی که دادیم این بود که برای این کنسرت حداقل بتونیم هرچه بیشتر بچه‌هایی که MS دارن دعوت کنیم و باشون ارتباط برقرار کنیم تا ببینن که یه نفر که MS داره میتونم این کارو بکنم. چند نفر؟ چهل نفر. شما معمولاً مثلا شده یه قطعه رو با خودتونم زمزمه کنید یا مثلا یه تیکه رو؟ من فقط دارم این کارو میکنم. الان هم داشتی این کار میکردی؟ آره از الان چی رو زمزمه میکردی؟ الان داشتم آرمید همین که اجرا میکنید. چجوری زمزمه؟ تو مغزم. ها با خودتون؟ نه نه تو مغز. دو 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 اینجوری نه. ببینیم من در واقع از نسلی هستم که تمام ارکستر رو میخوندیم. مثلا مسابقه اجرا بود. چجوری یعنی؟ که یعنی یه نفر بیاد سمفونی پنج بتوون رو با دهن بخونه. مگه میشه همشه؟ آره ادای سازهای مختلف. چجوری؟ حالا الان که دیگه نمیشه. مثلا یه کوچولوش چجوری؟ نه حالا اصلا ام اس گرفتن پنجره خراب. Ecco pur a voi torno cara Serbia gamate. چه آرزویی باید کرد برای اینکه رهبر ارکستر که میخواد بره به صحنه؟ آرزو کنیم که اشتباه نکنه. امیدوارم اشتباه نکنه. خانم ها و ای آقایان، مهمان این بار خندوانه یکی از اون پرطرفدارهای تلویزیونه، یکی از اون پر سر و صدا ترین های عرصه خودشون، یکی از اون مسلط ترین های در اجراست و یکی از اون قشنگ صحبت کنای دلبره. خانم آقایون میخوام دعوت کنم با افتخار از دوست خوبم جناب آقای فرزاد حسنی. خانم آقای فرزاد حسنی، دین عزیز بفرمید. بشینم؟ بفرمید. فایزت عیدتون مبارک. عید شما مبارک. عیدتون مبارک بشه. عید شما مبارک. عید قدیرتون مبارک بشه. و خاطر تو آشنا تو آکاتا تونستم اتحادشون رو ریخ به هم. آره تبریک میگم بهت به خاطر تغییر ادبیات برنامه‌های تلویزیونی بعد از گذشت یک دهه از طریق تو به واسطه تو. تقدیر ازت میکنم، نه به خاطر اینکه هنرمند نمره یک و آنچنانی هستی که این رو من حداقل درک نمیکنم چون از سطح فکرت و شعور من بالاتره، از این نظر میخوام از شما تعریف بکنم قربان. از این نظر میخوام از شما تعریف بکنم که شما یه مدیر خوب هستید. آقای رامبد جوان لایق یک تشویق حداقل توسط خیلی ممنون.
واقعا یه کار گروهیه و این تشریف مال همه بچهای ما. واقعا دمت گرم، ممنونم. من یه ذره جلوتر یه سوالی دارم از تو راجع به همین موضوعی که داری میگی، راجع به برنامه سازی در تلویزیون. ولی اجازه بده قبلش این خواهشو بکنم که ما چشامونو ببندیم. خواهش از تو این باشه که تو ما رو ببری به جایی که دلت میخواد. چشاتو میبندی و دوباره میبینی منو. دوست دارین کجا برید الان؟ با توجه به اینکه هوای استدیو هم برعکس همه چیزایی که توی ضبطیات میدیدم خیلی خوبه امروز و اذیت نمیکنه، کسایی که سنشون کمتره جواب بدن. علی قاعده خانم ها جواب خواهند داد. شانس هم اون نگاه کن، همه آقایون جواب دادن. دوست دارین کجا شما رو ببرم قربان؟ تونل وحشت. یک جای خنک. سقوط آزاد. شما رو ببریم کنار مثلا خم. بله، قدیر خم. دیگه دریا دوست داری بری؟ کجا؟ استخ دوست داری بری؟ تو بگو. شما سکوت جنگل. خانم اون سکوت و آرامش قبل از طوفانه، گول اون سکوت رو نخوری. دیگه کسی این وقت پیشنهادی نداره جانم. شمال دوست داری بری؟ با تعطیلات به چه شد خود داری میری شما؟ هیچ کس جای دیگه نمیره، همین شما. رستوران. نه بخوره معلومه. من حرف شما رو گوش میکنم. کره مریخ میخوام برم. خیلی خوبه. سفر بدون بازگشت ها. تا چشممونو هم بزن. چشار هم بزنید. چشاتونو هم بذارید. با توجه به اینکه درخواست کردن که ببرمشون به یک رستوران، میخوام ببرمشون به یک رستوران. آره دیگه بچه خواهش هم چشات چپ. خواهش میکنم چشاتونو وقتی هم میذارید چپش هم بکنی. آره حالا چشاتونو هم بذارید. چشا بسته. آقای دیر میرسه خونش، زنش میگه چرا انقدر دیر اومدی؟ دوست داری دو روز من رو نبینی؟ مرد آگاه و دانشمندی نبوده، برمیگرده با لبخند میگه بله از خدامه که دو روز شما رو نبینم. روز اول میگذره و رد میشه و مرد زن رو نمیبینه. روز دوم میگذره و رد میشه و مرد زن رو نمیبینه. روز سوم میگذره و رد میشه و باز مرد زن رو نمیبینه. روز چهارم مرد یه خورده ورم چشش میخوابه، از زیر چشم زن رو میبینه. من تو فضا سازی میکنم، تو میخندی میریزیش به هم. آروم چشمش میخوابه، از زیر چشم میبینه، تازه کاملم نه یه خورده. آروم آروم وارد یه رستوران میشید. این رستوران تمام صندلی‌هاش به اندازه تمام اشیاء اسقاطی که در زندگیتون دیدید فکستنی و به درد نخوره. از همون کریاس در که ظاهر میشین داخل رستوران احساس میکنید که هیچ وقت نمیتونید داخل این رستوران یک قرار عاشقانه بذارید. هیچ وقت نمیتونید و روتون نمیشه که طرف قراردادتون رو واسه یک توفیق بزرگ تجاری وارد این رستوران بکنید. دارین تصور میکنید حتی میتونید به گشنگیتون فائق بیاین و مانند یک نفری که روزدار هست تحمل بکنید گرسنگی رو، اما توی این رستوران غذا نخورید. دور اون میز که همه یادگاری های تاریخ روش کنده شده و کسی حتی به چوب بودن و جماد بودنش هم رحم نکرده، انواع و اقسام نوشته ها، شعرهای بی‌وزن، بدقافیه، غلط و شنگ به چشم میخوره. یک شیشه کبره وسته که اسم رستوران نصف نیمه روی اون شیشه افتاده، قسمتش ریخته، هر چقدر باهوش باشید اسم رستوران رو نمیتونید بخونید. دور میز به همراه کسایی که با شما اومدن میشینید، سفارش غذا میدید و عجیب ترین غذای تاریخ که دم دستی ترین غذای تاریخ هم هست تنها موجودی این رستورانه. منو به درد نمیخوره. شما باید تسلیم زور رستوراندار باشید. آدم تسلیم زور نمیشه مگه اینکه زورش پر زور باشه. شما تسلیم هستید. اما اون رستوران، اون غذا، هر قاشقش، اون آب خوردن توی لیوانهای لب پر شده ای که معلومه کارگرش با
عصبانیت و به خاطر از زیر کار در رفتن اونها رو شسته، به اندازه بهترین نوشیدنی های تاریخ و لذیذترین غذاهای رستوران های ایتالیایی و فرانسوی به شما میچسبه، چون شما به ما رو دست زدید، فقط یک گزارش از فضای یک رستوران به ما دادید. ما به دور میز نگاه نکردیم، ما تعریف نکردیم که لبخند رضایت همسر شما به عنوان زینت بخش ترین عنصر وجودی یک زندگی همراه شماست. ما به شما نگفتیم که فرزندان مهمانان این رستوران در کمال آرامش و خوشنودی به عشق با پدر و مادر بودن در داخل این رستوران کنار هم نشستند، کنار هم بودن و با هم غذا خوردن، با هم فیلم دیدن، با هم کتاب خوندن، با هم زندگی کردن تمام زشتی های اطرافمون رو تبدیل به هیچ میکنه. امیدوارم همیشه با همین همراه ها و به همین شکل به رستوران برید. ممنونم. گفتی بگو. گفت چجوری اینقدر؟ واقعا یه سواله، یاد بده چجوری میشه اینقدر تسلط به کلام داشت و ذهن رو اینقدر خلاق کرد و اینقدر متصلش کرد به کلام؟ تعارفت رو قبول میکنم چون میخوام توضیح هم بدم. آره تعارف نیست، واقعیت. من مجبورم به عنوان یک تعارف قبول بکنم. خیلی خوب. هر چی میخونی، وقتی داری میخونی زندگیش بکنی، حتی اگه با سرعت داری میخونی. یعنی موقعی که من چیزی دارم مطالعه میکنم، همه زندگیم اون برگه یه که مقابلمه. صدای بیرون اصلا روم تأثیر نداره. الان با شما دارم صحبت میکنم، فیلم بردارت پاشو این وری بذاره، اون موزیسیان ده کار دیگه بکنه، بعضی اونجا شیطنت بکنن، میبینم و تأثیر نداره ها. چون بازیگر آی داوود رشیدی خدا بیامرزتش میگفتش که این که میگن دوربینو نمیبینم حرف علکیه. مگه میشه دوربینو نبینی؟ میبینم، میفهمم، رخ درست بهش میدم، اما تأثیری در روند طبیعی من نداره. من عاشق خوندن، مطالعه کردن، فیلم دیدن و حرف زدن با آدم ها هستم. واسه همینه که من و تو توی جمعیت هم که به هم میرسیم، گواهش هم عکس مطبوعاته، همش داریم با هم حرف میزنیم و تونتون هم داریم صحبت میکنیم. چه مراسم اعلام مدیری رفتیم، چون موقع که جشنواره سلامت میخواست از تو تقدیر بکنه، یا ده ها جای دیگه، تا میرسم به یه نفر که دوستش دارم حرف میفهمه، اشتهای منو تحریک میکنه، واسه حرف زدن باهاش حرف میزنم. تو اینطوری هستی. متشکرم. خوندن خیلی چیز مهمیه. نه من فکر میکنم در کنار همه وجه تمایزهای بین انسان و سایر موجودات که خیلی چیزها رو گفتن، عقل و اینها خیلی چیزها رو گفتن، احساس میکنم که خوندن رو هم در زیرش با تفسیر باید بیارن. مگر میشود که همه بزرگیهای گذشته، همه چیزهایی که کشف ماست به ما منتقل بشود و ما نخونیم و ندونیم؟ علم ثبت نمیشود و نمیماند مگه به نگاشتن. از کجا میرسه؟ ما هممون الان میگیم که آقا بهترین شاعرها، میگن سعدی، میگن حافظ، ولی بذاریم بی پرده با هم صحبت بکنیم. من نمیدم حرفای تلخ بزنم تو شیرین ترین برنامه یک دهه تلویزیون. اومدم بهتون بگم به خدا در مورد سعدی هیچ کدومتون نمیتونین 5 دقیقه صحبت بکنید. خب منم بذارین کنار خودتون. و سعدی غریب ترین و عجیب ترین آدم تاریخه. شما با یه مصرعش تا کجاها میرید؟ گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. من کاری بقیهش ندارم، همین شرط رو با خودتون میتونین بذارید. گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. تونستین همچین شرطی با خودتون بذارید؟ این حرف سعدی رو شرط بکنید، همه چیزهای دنیا قشنگ میشه. امشب شب عید قدیر دیگه رام بود، یه چیز از حضرت علی بگم. چشاتون، یه بار چشاتون رو بستم، الان میخوام چشاتون رو وا کنم. یه چیز از حضرت علی علیه السلام بگم، چشاتون واز بشه، این حرف رو لطفا نشنوید، ببلعید و نگرش دارین تا آخر برنامه، حتی که باعث بشه تکون نخورید. حضرت علی علیه السلام
توی خطبه قرا میفرمایند که تحذیر میدن دوری بکنید از گناهانی که شما رو به ورطه میبرد. عربیشو نمیگم، فارسیشو دارم میگم. گناهی که تو رو به ورطه میبره. فردیشو رام بود گوش کن، چون ما هممون یه حدیث امام صادق به تو بده کاریم. گناهی که به ورطه میبره یعنی هلاکت، نابودی، ورطه. و عیبی که خدا رو ناراحت میکنه، اینو داشته باشید. گناهی که نابودت میکنه، میکندتون تا، و عیبی که خدا رو ناراحت میکنه، اینو داشته باشین از قرا. یه تک جمله. خوش به حال کسی که شب عیدی میگم، خوش به حال کسی که تو نامه اعمالش، تا اینجاشو همه ما داریم، در کنار و ذیل هر گناهش، تا اینجاشو هممون داریم، یه دونه استغفار و توبه هم هست. ببین جمله رو هیچ جوری سر و ته نمی کنم، پیانگاکی رو کیوانگاپه نمی کنم رام بود. دارم میگم حضرت میفرماید بچه های فیلم بردار، تصویر بردار، گوش کنیم، موزیسین هامون، خوش به حال کسی که کنار هر گناهش توبه داره. نه گناه نمی کنه، نه خوبه، نه، خوش به حال اونی که گناه میکنه توبه هم میکنه. حال اون بهتر نشد؟ فوق‌العاده بود. عوض نشد؟ چقدر فوق‌العاده بود. ممنونم. خب تو کودکی چجوری بودین؟ چند تا بودین؟ چیکار میکردین؟ ما سه تاییم. به قول مامانم سه تا لنگه در. سه تا پسر. ماشاءالله. مامانم نه خواهر داره، نه دختر داره. و تو مسئولیتش تو خونه پدریش پر پسر و همه پسر، پسر همه لنگه درا اونجا بودن. قشنگ اومده اینور تغییر مکان داده، بازم لنگه درا اینور هستن. یعنی مثلا سه تا وسط حال دراز میکشیم، خیلی جالبه، قشنگ کاملا مسدود میشه. آره ما سه تا پسریم، فرزاد، من 56، فرهاد داداش وسطیم 58، فرشاد 65. خب و با اون دو تا رابطه چطوره؟ فرشاد. ما همه کارامون تنبلیه. یعنی مامان بابام یه فری الفته آخر گذاشتن وسطش عوض میکردن تا فرجاد و فرداد و اینا هم را داشت. آره عرضم به حضورتون رابطه همون خیلی خوبه. فرشاد همونی شد که من میخوام، با بچه ها با منصور زابطینا کار میکنه، فوق لیسانس ادبیات نمایشیه، خیلی سینما میفهمه، خیلی باشوره، ازدواجم کرده. فرهاد وسطیه، مهندسی مکانیکی که منم خوندم ادامه داد و تو شرکت کار میکنه، اونم عجیب غریبه. یه روز سر یه موضوعی ازش خواستم به عنوان آدم مذاکره کننده بره در این موضوع شرکت بکنه، انقدر خوب صحبت کرد که به حرف زدن خودم شک کردم. بی‌نظیره. ولی ببینیشون همیشه حقو به اونا میدین. چقدر ساکتن. فرض کاش که مثل اینا بودی مثلا. بعد اینا وقتی شروع کردن به حرف زدن میگن که صد رحمت به فرزاد. واقعا؟ به جون تو اینجوریه. مسابقه بدیم با هم؟ بعدم میاد ولی بکنیم. من هیچ وقت تو زندگی نمیتونم مسابقه بدم. راست میگی؟ عاشق مسابقه. عاشق مسابقه. چی ها؟ بلند نشی. یه پانتومیم. نشسته میشه. موافقی؟ گفتم الان میگه بخون. میخواستم آمادشم همون در. نه سب کن، اونا مونده. اینو به من بگو، اینو به من بگو. تو کی چی شد؟ ببین چون تو مکانیک خوندی. بله. چی شدی و تصمیم گرفتی اینقدر فضا تو عوض بکنی؟ و اصولا این رو به ما توضیح بده. شخص. چون این رو واقعا من دیدم. کسایی که ریاضی خوندن، مهندسی خوندن، در جهان هنر و کار سیاست همه جا خیلی موفق تر. بله خیلی موفق تر هستن. ریاضی ورزش عقل دیگه. خب اصلا ریاضم هست دیگه، یه نوع ورزشی هستش که ذهن شما آماده میشه واسه حل مشکل. وقتی یه آدمی درس خوندنش تو دانشگاه این باشه که همیشه باید با مسئله روبرو بشه، اسمش روشه. آره. مرتب تو باید یک چیزی رو به مقصد برسونی، به یک نتیجه برسونی. تو هندسش میگه اثبات کنی اتفاق که افتاده اتفاق درستیه. یعنی چی؟ یا میگه تو محاسبه بکن انتهای این سود و زیان چه خواهد شد؟ این یعنی چی؟ و تو از جا تکون نمیخوری، نشستی با اعداد و ارقام. حالا اگه طراحی سوال از جنس طراحی سوالای عجیب غریب باشه که 4 تا راه انحرافی هم گذاشته، برسی به مطلوبت. اینطوره واسه همه خطرات زندگی آماده میکنه. ریاضی چیز عجیب غریبی هستش. واقعا دل میگه یعنی همه خطرات زندگی با دو تا چهار تا حل میشه. بله بسیار بسیار. آره میخوای مثال بزنم؟ عرضم به حضورت که از ریاضی در مورد اینکه من چرا اومدم توی کار، من از اول قصدم هم همین کار بود.
این مهندس مکانیکه این وسط یه خورده آدرس غلطه. ببین به حال من آقامو دوست دارم دیگه، بابام زحمت کشیده سالها، اون در آورده، من مدرسه خوب فرستاده، واسم کتاب خریده، آرزو داره بچهش آدم حسابی بشه. خب طبیعتا مثلا بهش بیان بگن که بچه یه بازیگر خوب یا یک مجری خوب یا یک ترانه‌سرای خوبه، هیچ حس خاصی بهش دست نمیده. واقعا نمیده؟ واقعا نمیده. هنوزم نگاه میکنه میگه بد نی. ببین من اولی که ترانه میگفتم بابام میخندید، میگفتم چی؟ میگم من یه پسرمو دارم شعرهای حافظ رو برمی‌داره، حافظشو خط میزنه اسم خودشو میذاره، تو هم داری این کارو میکنی. وقتی ترانه هامو تلویزیون خواننده ها خوندن یک به یک، بابام کم کم قبول کرد که من ترانه‌ای که دارم میگم مال خودمه. آره. دیر باوره یه خورده. آره این خیلی سخت بود. کجای قصه بودم؟ ریاضی. من از اولش میخواستم همین کارو بکنم، اما پدرم بنده خدا باید دلش خوش باشه دیگه، چیکار کردم؟ گفتم من یه عنوان درست میکنم به اسم مهندس، این مال بابام، این مال مامانم، کیفشو بکنن. بعد کاری کردم؟ نه. بعد آدم دل پدر مادرشو شاد بکنه؟ نه. الان خودتون دوست ندارین بچه‌هاتون هر کاری دلشون خواست بکنن، ولی اون کاری که شما هم خواستید بکنن. ببین؟ همه اینا دوستان بچه‌هاشون وکیلی، دکتری، چیزی بشه. خب این کارو بکنید. این به اضافه یک جمله عجیب از کسی که بعد ازت تشکر بکنم، عکسش رو لدل ورود اون سالن خنداننده و استنداپ کمدی گذاشته بودی، منوچهر نوذری. افتخارش رو دست بزنید. آره. راه شب اجرا میکرد و توی برنامه راه شبش نصیحتمون میکرد. من پنجشنبه شبام اینطوری بود که پفک و اینا میخریدم میذاشتم جلو تلویزیون، میشستم مسابقه هفته نگاه میکردم، مسابقه هفته تموم میشد رادیو رو میذاشتم بغل گوشم، راه شب آقای نوذری رو گوش میکردم، ساعت رو کوک میکردم که موقع صبح جمعه با شما آقای نوذری از خواب بیدار شم. تنها دلیل این که من مجری هستم آقای نوذریه، اگر ایشون نبودن من غلط میکردم اجرا بکنم. علاقم به اون. چی ازشون یاد گرفتی؟ جملهشو میگم. گفت چقدر خوبه وقتی تیتراژ میره بالا، عوضی که مثلا بنویسن رامبد جوان فرزاد حسنی، بنویسن دکتر رامبد جوان، مهندس فرزاد حسنی. ببینیم ماها اینقدر تأثیر گذاریم تو کارمون، شما اینقدر تأثیر گذاری عزیزم که هر کسی تو ایران داره رد میشه تو رو دیده و برنامه تو نگاه کرده. این یک جمله زندگی من عوض کرد. گفتم اگه قرار مجری بشم مهندس فرزاد حسنی. بابام خوشش اومد. نوذری به من ارتباط بیواسطه صادقانه، محاوره‌ای و کاملا مردمی با مخاطب رو یاد داد. من در زمینه اجرا میدونی تحقیق میکنم، اجراهای همه رو دیدم، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، آرشیو دارم از اجراهای همه گویندگانی که شما میشناسید. من بسیاری از برنامه‌های شما رو ضبط کردم و در مورد اجرای شما فکر کردم، در مورد که چقدر کلمه تکراری به کار می‌بری، چقدر جدیده، چگونه میتونی کلمات رو از مردم بگیری، چقدر خلق الصاعه است، چه اندازه نوشته نویسندگانته. با دقت نگاه میکنم اینا رو. میتونم بگم که آقای نوذری به من یاد داد که این متن‌ها و این کلمات همه باید بره کنار و تو ارتباط برقرار بکنی. بعد همه این تحقیقات فهمیدم که در تاریخ رادیو و تلویزیون ملی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این رو با اثبات و هر گونه مباحثه پشتش وایسادم، بهتر از منوچهر نوذری مجری نیامده و آمدنش هم به این زودی ها ممکن نیست. این رأی منه و هر وقت که مثلا امثال تو که لطفی هم من تعریف میکنید، میرم خونه نوار دارم نوذری و تابش خدا بیامرز اجرا کردن، اونو گوش میکنم بعد میفهمم هیچی نیستم، بالله دارم میگم، میشنوم و میفهمم. نزدیک شدی به اون چیزی که ایشون هست؟ هیچی. نه، نوذری اصلا دوست نداشت من نوذری بشم. میدونی دوست داشت من چی بشم؟ میرفخرایی. بهم گفت گفت مثل میرفخرایی بشو، چون در من توان علمی میدید. نمیدونم چه اندازه وسطش. آره آقای میرفخرایی که چیزایی به من یاد داده که اصلا در وصف نگنجد، ولی واقعا بین من و نوذری فاصله زمینی نیست، زمین به هواییه. دمت گرم. مسابقه بدیم پانتومیم. اولین خاطره خودت رو از ورود به این عرصه بگو بریم توی پانتومیم. بچه ها میشه که امکانات پانتومیم رو مهیا کنیم؟ حالا خاطره اولین باری که جلو دور میرفتم بگی نقش کیو بازی میکردم. من و خانم یکتا ناصر که خدمت ایشون و همسر گرانقدرشون آقای هادی سلام عرض میکنم، نقش خواهر برادر بازی میکردیم تو سریال ای دانسر. شما و خانم ناصر؟ خانم ناصر. اولین بارم بود جفتمون جلو دوربین میرفتیم. بابامون کی باشه خوبه؟
بیژن بنفشه خواه. بابای من و یکتا ناصر بیژن بنفشه خواه بود. این بهترین خاطره از ورودمه. بابام خودش و باباش رضا نوا خودش. نمیخندیدین به این قضیه به این رابطه؟ بابا اینو ول کن، مهران غفوریان بیژن بنفشه خواه یه جا باشن نخندی سینه خیز میرفتیم. اصلا چیزای عجیب غریبی نمیتوانم بگویم، نمیتوانم. بریم پانتومی، بریم پانتومی. یک دقیقه، یک دو سه رو بگو. یک دو سه. بله بله. قاشق چای خوری چوب شور چوبه چوب شوره نیشیر عسل نگو قاشق نگو خوارم شربت پارچاب نگو خوارم چای داغه بیسکویت چوبه چوب شوره چوب شور تو چایی نبات 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 داغ بله. چند دقیقه شد؟ یه ماه وقت داشتی. وای دقیق داشتم میکردم. چوب شوره تو چای داغ چوب شور چیکار میکنه؟ میگفتم چوب شوره. البته لذت داشتم میگفتم نبات نبات همه گفتم نبات منم. بیا بشین سب کن بینم زمان ذخیره شده 15 ثانیه. هیچی بابا 15 ثانیه اومدیم ورته. بریم سالا کجا دست اون خانمه یکیشو بگیریم ایشالا دستت اومد داشته باشه. با این نبات رو نمیرم نبات. اصلا تو متولد چه سالی هستی؟ من 70 آقا خدا رحم کنه. چرا؟ این به سن این قدر نمیده. نه بابا بریم آماده. یک وایسا دو یک دو سه. پرنده است مرغ جوجه جوجه اردک جوجه اردک زشت چی نوشته؟ هفته دی کی نوشته؟ نمیدونم جنسی هانس کریستین. آها نگرفتم فکر کردی یکی نمیشتی ببین زمان ذخیره بی نظیره. خیلی خوب آفر خوب بود بفرمایید آقا شوب 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 شوب. من اجرا کنم یا من فقط جواب بدم؟ تو فقط جواب بده چون خوب جواب میدی. ما اجرا میکنم شما جواب بدید. حیفه تو این موضوع بیای پایین. بگو که زمان ذخیره شده شون 48 ثانیه. آره خیلی خوبی شاه حسینی جبران کنه. با تهدید اگه کاری درست میشد خیلی درست شده بودم. برو آقا خب بگو برو. یک دو سه. سه حرف اولی کلید فریز بخ سیمه بر سیمه بر سیم یه خود بیشتر به کابل شبیه چوب کاب کنار کابل فشار قوی. یس اینه اینه اینه. زمان ذخیره شده لطفا 45 ثانیه. اینه 48 ثانیه. خیلی خوب حالا جبران میکنم. زمان ذخیره شده اصل چقدره؟ کلا 60 ثانیه است. 60 ثانیه باید 65 ثانیه بشه. باید 65 ثانیه بشه. زمان ذخیره قطع بکنه. 65 ثانیه. سلام قطع بکنه. سخت ها؟ نه! ببین مال ما رو تو یه راستا دادی. بریم. یک دو سه. خروس خروس جنگی کارگردان خروس جنگی کی بود؟ نه نه کارگردان خروس جنگی نه نه آفرین عطیابی باریکرد. به این میگن یه برنامه آموزشی هم کتاب داره هم سینما. خواهرم دستت خیلی اومد داره. چند ثانیه؟ 55 ثانیه. سیبیل تارت
تئاتر تجربه، تئاتر، تئاتر کمدی، تئاتر موزیکال، تئاتر، تئاتر شادی آور، تئاتر شادی، شادی شادی آور، تئاتر شادی، تئاتر شادی، تئاتر شاد. یه دونه یه رو میخواد بندازه 12 ثانیه، به خدا بکنی بری پایین، حق داری. آقا بریم بعدیش. چند ثانیه موند؟ 30 ثانیه. یه امتیازه. سکه داشتم میکنم. بابا شادی، شاد، شادی، شادی آور. فکرم دنباله داره. بازم مردم شاد، شاد. من ببین اینا هیچ کدوم خبر ندارن دیگه، مطمئن باشم. آره بابا. ببین 58 ثانیه میخوام ذخیره بکنم. ایشالله. 1 2 3. ناراحت هستی؟ زنه؟ دیو؟ پلیدی؟ شیر؟ شیر؟ او؟ صرفه؟ شیر خونه؟ شیر؟ پس اینا ایه راه دیگه بیا، ایه راه دیگه بیا. پادشاه، سلطان، شیر، شیر سلطان جنگل، شیر سلطان جنگل، شیر سلطان. ما گرفتیم این دفعه رو. اب نداره. ما گرفتیم. سلطان جنگل بود. اب نداره. نه. اصلا شیر نداشت. سلطان جنگل و شیر دیگه. جوجه ها. نه شادی نداشت. ببین اصلا شیر نداشته. سلطان جنگل بوده فقط جوابشون. وا چرا آخه؟ اب نداره. شکست مقدمه پیروزیه. اینا رو نگم چی بگم؟ 1 2 من موسیقی ندارم. موسیقی نداری. الان اومد، الان اومد. 1 2 3. میس 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 میز ریاست، میز مدیریت. اینه آخریشه، اینجاست که تکلیف ما روشن میشه. خوب. 1 2 3. سرباز، سربازی، انتقال، منتظره، انتظار، پست، پست داره میده. ای خدا، پس میده، پس بخشه، رژه میره، سر پسته، سربازه، سر، سر بازی، سربازه، دیدبان، آها یه دونه، سرباز، دوتا، سربازه، یا خدا، سربازه، داره پست میده، مشکلی مثل کلمه ها رو نمیدونی. یعنی تو هر چقدر من بگم تو کلمه ای کشیک رو نمیدونی. ای بابا کشیک چرا نیومد تو مغز؟ سرباز کشیک. علی کشکشی اینا من جوابشو میداد. بکنه اگه یک آره. کشو بگیر، یک کشی بعدش رو بگیر. نه کلمه کشیک جزو کلمه هایی نیست که این اصلا نیومد تو مغز. ساعت شور استفاده میکرد. آره. آقای جوان، گروه شما 4 امتیاز بابت اجرا، 4 امتیاز بابت زمان میشه 8 امتیاز. گروه آقای حسنی 3 امتیاز بابت زمان، 2 امتیاز بابت اجرا، 5 امتیاز.
آقا تبریک میگم. این موفقیت بین موفقیاتت میمونه. شما رو بردن خیلی مزه میده. شکرت. بریم بیایم. آقا بفرمایید اینجا بگیم بریم بیایم. این یه کارو نکرده. بفرمایید. از هوا اینجا تعریف کردم که داغ شد. آره. بگین یک دو سه همه بگین بریم. یک دو سه. آرزو هرچی آرزوی خوبه مال تو اینا یه آرزو بکن آرزو. اصلا آرزو چی داری؟ آرزوی عجیب داری؟ نه 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 آرزوی طولانی دارم نه آرزوی عجیب غریب دارم اصلا آرزو ندارم ببین کنار آرزو واقعا آرزو نداری؟ واقعا آرزو ندارم هدف دارم آرزو ندارم آرزو رو چجوری میشه تعبیر و معنی کرد؟ آرزو ببین معمولا ما موقعی که بخوایم از نشدها بپریم میکنیمش آرزو میکنیمش آرزو توان خودمون رو کم میبینیم که به تنهایی بتونیم از پسش بر بیایم میکنیمش آرزو. آرزو وقتی میخوایم تنبلی بکنیم واسه چیزی هر وله نریم ندوییم میکنیمش آرزو اصلا همینه حالا بازم متون نگاه دینیمون میگن که آرزوهای بلند نکنی طول عمل اصطلاحا میگن با همزه الف آرزوی طولانی دیدی مثلا بعدم بیام اینو بخرم بعدا این کارو بکنم بعد بفروشم بعدا سود بکنم بعد پولا رو بذارم تو بانک بعدا اینکه پستم بخوره این آدمو میندازه به نظر من تصمیم و هدف قشنگتر از آرزوه ولی چه بکنیم که آرزو خریدار بیشتری داره دیگه مکافاتون خریدار عره. بیشتر داشتنش ولی تو ذاتش یه خورده لایت چسبکه نمیچسبه خب هدف چی داریم هدف که به ما بگی آره هدفم اینه که هر کاری رو که انجام میدم چه ترانه دارم میگم چه دارم بازی میکنم در اون لحظه تو اون زمان بر اساس توانایی و احوالم تمام انرژیم رو بگذارم و درست انجامش بدم این اصلا به نظر موفقیت اصلا این تعریف الان اومدم اینجا آفرین الان اومدم اینجا چیا میتونه مزاحم من بشه پخش بشه این چی میشه مثلا اونور بشه چی میشه بعدا بعضیا چی میگن یعنی همین الان دارم الانمو تلف میکنم و میبرم به خاطر بعد اما الان من چیکار بکنم که اصلا بازم به تو خونه کار ندارم چون الانه 130 نفر اینجا نشستن خوششون بیاد و بهشون خوش بگذره سخته تو گرما واسه ما کاره واسه دوستانی که اومدن تفریحه و به اینا خوش بگذره و هر کاری باید بکنم در قالب تلویزیون باشه بعد مردم ببینن لذت همین کافیه دیگه بعدش نه جلوترش نه ما همش حال و جا میندازیم آره. خب یا درگیر گذشته ایم چرا الان درست حرف نمیزنی به بازیگره میگیم مجریه میگیم آخه میدونی قدیما میگم ولم کن چرا الان درست صحبت نمیکنی آخه من آقا الان چرا درست صحبت نمیکنی الان که همه چی هست بعضیا نشستن که همه امکانات جهان اجماع پیدا بکنه به اینا یه قدرت زاید الوصفی بده که اون کاری رو که همیشه آرزوشو دارن انجام بدن اون میشه نمیشه نه. که هندونه این گوشه ها مونده نمیشه یعنی با هر قدرتی اینقدر دیگه تو یه روزی یه قدرتی داشتی با اشکان دو نفری برنامه اجرا میکردی زنده بود برنامه دیگه درسته دو نفری بله. حالا اومدی برنامه تولیدی قوی تر سریال سینمایی هر جا که هستی با همه قدرتت کار بکن الان میگم آقا چرا مثلا رامبد موفق نیستین امکاناتی که اون داره آخه روز اول که خندمان رو شروع کردی چه امکاناتی داشتی برنامه‌اش که جلو چشمه یادمه که خب درست کارش کردی بله. اولویت‌ها چیان یک و دو سه در چه زمینی در چه زمانی در چه زمینه ای
اولویت های زندگی فرزاد حسنی زندگی یک دوست. اول از همه این هستش که به هیچ وجه کار اشتباه نکنم. از چه جنسی؟ دروغ. اولین بخش زندگی نمیگی؟ نباید بگم تو رسانه. نمیگم نمیگم. امکان داره همین الان با تو 10 بار صحبت کردم، تو تعارف ها و تو قربون صدقه رفتنه، تو بعضی از آدرس دادن ها یه چیزایی گفته باشم که لغوه. آره. نه دروغی که بره تو رو گمراه بکنه. آره آره. لغوه. ولی گمراه نمیکنه. شازه. گمراه کننده نه. تو تلویزیون واسه خودم خط قرمزه. حتی اگر به ضررم تموشه. شده؟ خیلی. اساس ضررهامه. به هیچ وقت. ببین بعضی وقتا موقعیت یه طوری میشه رام بود که همه تشویقت میکنن که دروغ بگو و دروغ کمکت میکنه. 10 تا اتفاق تا حالا تو خاندوانه واسه تو افتاده دیگه، تو فضای مجازی، و چقدر دوستان به تو گفتن که اینجوری بکن، این کارو بکن، الان این پستو بذار، الان این مصاحبه رو بکن. هی دوست دارن تو رو به عنوان مشاورهای اعظم به سمتی هول بدن که مردم گول بزنی. من نمیدونم چرا مشاوران ما در همه سطوح بعضیاشون، جمله رو ببینید، در همه سطوح بعضیاشون میخوان به طرف مشاورشون یاد بدن که مردم گول بزنه. چرا رام بود؟ این مشاوره است تو خوبه بشی ولی با دروغ. به هر قیمتی. به هر قیمتی. ببین شما میتونی به شکل جعلی بری دکترا بگیری، دکترای ستاره شناسی نجوم. آره. چقدر فرصت لازمه که اون دکترات رو بین بره؟ یه استعلام درست حسابی، یه نهاد درست. آره. حالا شما و چقدر طول میکشه؟ در از یه ماه پولش رو جور کنی بدی. شما واسه که دکترای نجوم بگیری چقدر باید درس بخونی؟ 10 سال، 12 سال، 15 سال. حالا چه نیرویی میتونه این دکترای تو رو باطل کنه؟ هیچی. دروغ راه حل نزدیک به تو میده اما شکننده. راستگویی دیر تو رو به نتیجه میرسونه اما تثبیت شده و مانا. و ما عاشق فست فود ها، عاشق موفقیت، آرزو همین بود. دیدی ما چیکار میکنیم؟ یعنی همه دوستانی که اینجا هستن از هر کدوم بپرسیم دوست داری چشتو ببندی؟ من خیلی موافقم با این تحلیل. کیا موافقن با این تحلیل؟ او چقدر زیاد داریم. بله. الان به هر کدوم دوستان بگیم حاضر این چشتون رو ببندیم وا کنیم به موفقیتی که در انتظارش هستیم برسیم، خیلی میگن آره. ولی من نمیدونم، یه مثال خیلی قدیمی چروک، شمال رسیدنش جذابه یا جادهش؟ تموم شد دیگه. شما با تیاره بریم. آقا چرا با تیاره بریم؟ تو را بریم یه گوشه بزنیم، وایسیم حرف بزنیم، اون باده بپیچه، آهنگ گوش بکنیم، دستانو بگیم تکون بدیم، صدامون رو چیز کنیم، ول کنیم. اینا قشنگیاشه. همینجوری بریم تو رویا، دونه دونه خونه ها تونتون دارن رد میشن. دیدی یه کتاب مصور تونتون ورق بزنی چه قشنگه. تق 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 خونه میره، یه روستایی، ما عاشق کلبه‌های روستایی هستیم ما. واسه یه شب اقامت یادت باشه. هیچ کس حال نداره بره با دلو از چاه آب بکشه واسه یه لیوان آب. اما آخه چقدر اینا راحتن. اینا تلاش میکنن، با سختی‌ها کنار اومدن. تو به عنوان یک سیاح بری کیف میکنی، اما زندگی کردن میتونی؟ اینه که آدم روستایی که پخته میشه میاد تو شهر میتونه شاهکار خلق بکنه، میتونه همه معادلات رو به هم بزنه. روستا اینه. ما دورشون میبینیم واسه نقاشیامون خوبه، یه منظره کشیدم از روستا، یه گاوه اونجا داره حرکت میکنه، این مرغزاره. درست کردن همه اینا سخت‌ترین کار دنیاست. دو الان کتلت درست کردین یا دست دادین؟ دست دادین. دومین اولویت هم این هستش که واسه مردم هم کار بکنم. یعنی همه اون بود؟ یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه من الوجوه سعی نکنم که سود کارم فقط تو جیب خودم بره. بعضی از آدم ها کار میکنن فقط واسه خودشون. اگه تا ساعت فلان تو محل کار میمونه واسه کسی نیست، واسه خودش. و خدا به ما از همه چی نزدیکتره، میفهمه چی میگه. این دومیشه. همش واسه مردم هم. اینجوری کار کردی تا الان؟ ابدا. فقط واسه خودم نکردم. آها. آره ابدا. یعنی همین که فقط واسه خودم کار کردم. همین روشی که دوست داری کار کردی. آره دیگه. ببین اصلا ببین همیشه اینا همش در پی هم دیگه. آره. حتی اگه از اونجایی که بعضیا هستن اینجوری به نظر نرسه که من میگم. خب؟ ادعامه. یعنی معتقدم که راست گفتم بهشون. دوم این که واسه شون کار کردم. و سومی. و سومیش هم اینه که همیشه دوست داشتم که هنگام اینکه بازنشست شدم اولویتمه و از صحنه کنار رفتم نتونستم دیگه کار بکنم، مثالم بزنن واسه دیگرون توی نقاط موفقیت.
فکر میکنی تا چه سنی داری کار خواهی کرد؟ تا چند سالگیت مشغولی؟ اصلا فکر میکنی چقدر عمر میکنی؟ خیلی کم. واقعا؟ یعنی؟ من فکر نمیکنم که پیری رو ببینم. نه، واسه همینم هستش که خیلی وقتایی که رول بازی میکنم، چه تو رادیو چه تئاتر، لذت میبرم از اینکه مسن بودن خودم بازی کنم. احساس میکنم هیچ وقت نمیتونم زندگیش کنم، پس دوست دارم بازیش کنم. فکر نمیکنم، من دوره انتقال به پیری رو فکر میکنم نمیبینم، یه حس دیگه. این حس همیشه با همه. و این میشه مثلا 60، میشه 70، 80. یه چیزی بگم به رفاقتمون. آره. به رفاقتمون. سال هاست دیگه. بله بله. هیچ وقت حالا فکر نکردم 60 سالم بشه چی میشه، چون فکر میکنم نمیشه. چه عجیب. اصلا تلخم نیست. تو شور زندگی دارید خیلی زیاد. آره، ولی آدم با سرعت 200 کیلومتر هم میتونه یه مرتبه ماشینش خاموشه. آره؟ حسامه دیگه. چه عجیب. حالا مصاحبه رو قشنگ نیست. ازدواج؟ ازدواج که واجبه بر کسی. بچه؟ آره دوست دارم. میخوام رو تو کم کنم. تو خیلی بچه دوست داری. خیلی. من خیلی خیلی دوست دارم. راست میگی؟ به تعداد زیاد. عاشق بچه‌ام. پس بچه هم خواهی آورد به دنیا؟ من نه خانم. ایشالله بشه. نه خیلی قشنگه ها، همین چیزای معمولی. ببین هرمان هسه کتاب داره شادمانی‌های کوچکونه بخونه. همین چیزا خوندی دیگه. آره این چیزای کوچولو، مثلا همیشه با چی شاد میشی؟ با چی شاد میشی؟ همین الان اومدین دو تا تیکه عین همین ادابازی بود. تو ادابازیمون داریم در میاریم، دو تا تیکه انداختین به ماها، به من، به رامبد، بقیه دوستانی که اومدن، خوشحالتون کرد. این غیر اینه، مثلا شما که معلوم مثلا واسه این کار ساخته شدی. خب آره قشنگ باشه. هی میگفت چیزا با مزهم میگفت، خیلی هم خوب میگفت، من داشتم لذت میبردم. این شادیه دیگه. چیه شادیه؟ رامبد مدت ها من قبل برنامه الان دیدمت، کیف چیه؟ قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ یه دانشجویی می‌خواستی چیکار بکنی؟ خب کردی کاراتو دیگه. خوبه دیگه، خدا رو شکر. خیلی خیلی عالیه. آره. همه چی خوبه؟ همه چی خوبه؟ خوبه؟ آره بابا. آره بابا. آره بابا. واقعاً واقعاً یه جمله خوندم، میگن یه تحقیقی کردن تو امریکا، یک جمله‌ای رو تو به خودت یک بار بگی، مثلا یک جمله منفی رو بگی، من نمیتونم فلان کارو بکنم، دیگران 17 بار باید تو رو متمرکز بهت بگن تا اثر اون بره. ببین اصلا تو یه عیبی داشته باش، یعنی مثلا اینقدر جمله خودمون و تأثیرش تو خودمون زیاده، تو دیگران هم همینه. آره اضافهش بکنم، الان میری میخوای بری مهمونی، ببین بغل دندونت لپر شده، اینو به رفیقت نشون میدی، بعضی وسواس دارن همه باید تاییدشون کنن، دندونم خوبه؟ دندونم خوبه؟ ماما دندونم خوبه؟ بابا دندونم خوبه؟ ببین همه ی عالم و آدم فقط به اون لپره نگاه میکنن. حالا طرف کلن از 32 تا دندون 4 تا داره، یه نفر بهش نمیگن آقا دندون نداری. ما خودمون گاهی وقتا دست مردم مطلب میدیم. اره. یعنی خودمون، یعنی یه کاری میکنیم ما رو نگاه کن عیب ما رو بگیر. اره. این بده، چون ما خیلی ببینیم عیب جو بودن ما که داره اپیدمی شده دیگه، داره هر رو بدتر میشه، این داره هممون رو نابود میکنه. من نمیدونم مال چیه. ببین آرزو درش نقش داره ها. چه نکته عجیبی بود آرزو. یه شوخی میگم رام بوده. آره؟ یعنی حرفه رو ارتجالن و فلبدایه به نگفتم ها. نقش عیب جویی، یعنی خوششون بیاد الان نگاه بکنه. ببین یه چیزی بگم. آره؟ مثلا را میرن برنامه موفق رو نمیبینن، با نمک بودن تو رو نمیبینن، جذابیت های گفتاری تو نمیبینن، فکر میکنی چی میگن؟ نه شکمشو. رامبد جدی دارم بهت میگم. آفه و اینم بلده، اینم بلده. حالا کوچیک کردنشو که نداره، همینه بیشتر جلو. یه آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه. حالا برگردیم حرف اصلیمون، یعنی این همه زیبایی رو ما نمیبینیم و خوشمونه. من دارم عشق میکنم که یکی مثل تو اومد ادبیات تلویزیون عوض کرد و حالا مردم انقدر زیاد تلویزیون درست میکنن، میام به من میگم میدونی چقدر در میاره؟ ببین اصلا همه پولای دنیا مال تو، تو بیشتر از خودت میتونی خرج کنی؟ اصلا من باید به تو پول بدم بری دنیا رو بگردی که بیا برنامه بهتر بسازی؟
لبخند بزن و رأی جمع کن. یه دلیل پیدا کن واسه لبخند زدنم. همیشه مهموناتو دعوت کردی که بدون دلیل بخندند و لبخند بزنن. من با این رشته از تفکر تو برنامه‌ات موافق نیستم. تو قراره دلیلشو بساز. آفرین. تو قراره به ما لبخند جاودانی بدی. خب با دلیل بده. بذار ما با یک دلیل بخندیم. دلیل واسمون درست کنیم با اون دلیل بخندیم. هر کی یه چیزی بگی. هر کی چیزی به خوشبختیات فکر کن. وایس اپ. آها خیلی قشنگ گفت. پیش مردم بودن. آره. از حس اینجا و درسترش کنم این جایی بودن. دیگه کنار مردم بودن. همش یه معنیه. چوب شور. بشمارید. آماده. 20 ثانیه. برو بریم. 1 2 3 آخه بگو آخه خندیدم دیگه. آها فکرم خیلی چیزی بگیم. نه آخه آقای شاه حسینی نیگرم داشتی میخوان کاری بکنن در نرم. آره تولدت مبارک بیا شب و روز کن به صد سال زنده باش بیا شب و روز کن به صد سال زنده باش میدونی چند سالم شد که؟ 50 40 سالگی یک مرد. 40 سالگی سن عجیبیه. اصلا فکر میکردی یه روز 40 سالگی پیش تو باشم جشن بگیرم؟ چقدر قشنگ. 40 سالگی خیلی کیف کردم من خودم. به خدا خیلی لذت بخشه. 40 سالگی خیلی عجیبه. خیلی خیلی ممنونم عزیزم. دو تا جمله گفتی آرزو نکنیم. بگو. نه ما میدونیم هدفمون چیه. خیلی خوب. اشتباه لفظی. آره. دو آرزو دو چیز خوشگل. یکی تو دلت برای خودت، یعنی کاملا خصوصی به ما نگی، یه دونه بلند بگی بعد فوتشون کن. خب یه دونه هم چی؟ نصف آشکار. من عاشق این حرفای ریز ریز تو برنامه تمام. آره ببین زندگی ایناسا. آره اگه اینجا میگن تو خونه مردم میگن. آره چی گفت؟ چی گفت؟ احساس خوشبختی عمیق در 40 سالگی میگه. چه قشنگ. آرزو میکنم که همه عاشق همدیگه باشن و بدترین جمله شون این باشه که بگن من سعی کردم فلانی رو دوست داشته باشم نشد. از این بدتر نگن. صبر کنید. متمرکز اونی که بالا خودترم بگو تو دلت و بعد اونو فوت کن. خیلی لحظه مهمی ها. واقعا این شمای 40 سالگی منه؟ فوت کن. بابا
خیلی ممنونم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. عزیز دل، خیلی ممنون که اومدی. یه نکته وجود داره. اگر که خیلی ممنونم. خیلی ممنون. اگر که چون اواخر خاندوان است. بله. و ممکنه تو قولی که میدی به این قدر نرسه که ما تو انجامش بدیم، ما بیام دوربین بگیریم نشونش بدیم. حالا بخاطر اینکه با دوربین بیام به بچه‌ها گفتم من چون قدیمی ترین برنامه طنز رادیو جوان رو کارگردانی، بازی و اجرا میکنم، بچه‌ها تو دعوت کردم که از لحظات تمرین و اجرای ما تو رادیو بیان فیلم بگیرن. چه باحال. اینو خوب با نمک. این بشه اون کاره. اون کاره بشه. به افتخارش. مدرسه صبح رویش یه تعداد جوان دور هم جمع شدن، یه مدرسه زدن برای بچه های کار. باریکلا. بچه های کار 400 بچه کار در تهران دارن رایگان اونجا درس میخونن، بچگی میکنن، بازی میکنن، مهارت یاد میگیرن، حال هول، یعنی موسیقی یاد میگیرن، نقاشی یاد میگیرن، مجسمه سازی یاد میگیرن، فلان، درس هم دارن میخونن. خود پدرشون. آره واقعا تمشون. قرارمون این شده بین ما و اونها که مهمونای ما باعث اضافه شدن یک کودک کار دیگه به این جمع بشن، چون ظرفیتش انقدر زیاد نیست. باشه. تو یه کودک دیگه یه کار رو داداش کوچیکم معرفی میکنه. چارشم خونه بسه تو بسر این کار. شما تو باعث میشی یه کودک دیگه هر جای دیگه که میشناسیش به این جمع اضافه. این چه کمکی میکنه که من این کارم راحت‌تر را بیفته؟ یه امتیازه اینو یه توضیح میدم. نه نه نگاه کن، تو اسم خودت اینجا مینویسی، اینجا امضا میکنیم، اینو میدی به اون کودک، میگه ببین پاشو برو اونجا، خوشگلم، اینو حفظ کن، نگارش دار، یه تلفن اسم یا اسمت یه اسم یه تلفن ازش میگیری، اینو میدی به ما، ما اینو میدیم به اونا. آره. اون مدرسه آره. پیگیر میشون، بچه رو پیدا میکنه، برش میداره با مادرش و پدرش کسی دو کار صرف میذاره میبردش اونجا. خیلی خوبه. عالیه. نه قول میبرم. مرسی. افتخارش. چقدر خوبه. آره. تو چقدر کار خوب کردی این چند وقته. تو لجم میگیره. خدا لجی شدم. هدیه حامی برنامه تقدیم به تو. خدا رو شکر. دستش درد نکن. با طلای 24 عیار یک کار زیبا. ممنون. تقدیم به تو. نام علی علیه السلام از همه جا دیدنیه، نگاه کنید. قربونت برم. ممنونم. مخلصی. و لوح قشنگ. دیگه بپاشیم. این آره دیگه. این دیگه بپاشیم. جایزه سو کیف. جناب آقای فرزاد حسنی، به پاس حضور شما در خندوانه و هل دادن این قطار به سمت جلو و بیشتر و قدرتمندتر و انشالله دره نباشه در مقابلتون، مخلصیم و اینکه اعتبار بیشتر به خندوانه و این هدف این لوح رو تقدیم شما میکنم، لطفاً یه جایی بذارید که ببینیدش و هر روز بهش لبخند بزنید. حتما به خاطر میسپارم محبت شما رو که از هر دیدنی خاطره با شما بودن دیدنی تره. مخلصیم. خیلی من مخلصی. خب خیلی متشکرم. مخلصم. این درش بسته میشه دیگه؟ بله. ممنونم از همه تون، ممنونم و بهترین ها رو واسه همه اهالی خندوانه و در رأسش تو و علی احمدی آرزو میکنم. ما بلد نیستیم ازت تشکر بکنیم، ایشالله خدا بهت خیر بده. قربونت برم.
چی میدین به سید؟ به بقیه، یعنی شما که سیدین به بقیه؟ من پول معمولا میدم. آها، یه پول حالا به درد بخور دیگه، الان تراول و اینا معنی دیگه خیلی به درد نمیخوره. تراول حالا مثلا تراولی 1000 تومانی تراول میدین به مردم این همه آدم؟ نه مثلا یه دونه حالا مثلا به مادرم، به خانومم. در این حد به ماها که دیگه به شما هم بیشتر همون 100 تومانی مر شده. حالا 1000 تومانی میدین. البته برعکس ها میدونی که بعد بیام و چی؟ به سیدا ایدی بدن ها. چرا؟ اصلا حدیث اینه، روایت اینه و اینجوری هم اومده، ولی الان برعکس شده دیگه. شما ما ایدی همو میگیریم و ما مجبوریم میگیم ایدی یعنی میگم کلا یه اصل اینجوری بوده. آره ولی خدا رو شکر برعکس شد. خدا رو شکر برعکس شد. آقا اینجا چه خبره؟ چی کار میکنیم؟ اینجا مؤسسه شیعاست، تشریف آوردیم. ما روی میراث فرهنگ و هنر شیعه کار میکنیم اینجا. یعنی معماری شیعه، آیین‌های شیعی، مراسمهایی که ما تو فرهنگمون داریم و نمادهایی که داریم، اینا رو شناسایی میکنیم، ثبت میکنیم و به مردم معرفی میکنیم، چون خیلی هاش الان منسوخ شده و دیگه نیست. این چیه جناب؟ این از اون چیزهای خیلی قشنگیه که ما طراحی کردیم و ساختیم. این چوب پرایی که خدام حرم امام رضا دست میگیرن دیدیم، همه حرمو دارن حالا. ما ایرانی ها بیشتر تو حرم امام رضا و پلاستیکیه و معمولا هم وارداتی از چین میاد. آره خیلی هم سبز و صورتی و فسفوری. آره. اصلا هیچ تناسبی نداره با اون معماری قشنگی که تو حرم امام رضا. ما اینا رو طراحی کردیم واسه حرمای ائمه، مشهد، کربلا، نجف، دست خودم باشه و یه ذره قشنگتر باشه. این چیه آقا؟ اینم بازی که از همون محصولاتیه که ما تولید کردیم، نقاشی رو چوب پنبه. قدیم کتابایی که تولید میشد در باره تاریخ امام حسین و عاشورا، یه نقاشیایی هم داشت و وقایعی که تو عاشورا اتفاق افتاده بود و به تصویر میکشیدن هنرمندای اون دوره. مثلا این نقاشی قاجاریه. و ما اون نقاشی ها رو پیدا کردیم از کتابخونه ها و آوردیم، درستش کردیم، بازسازی کردیم، الان هم تو این قالب روی چوب پنبه ارائه میدیم به دوستانمون. خلق الله. این چیه آقا؟ این علم عزاداری امام حسینه که قدیم قدیم زمان صفویه ساخته شده، طراحی شده. بزرگش تو هیئت‌های امام حسین استفاده می‌شده. بعد عزادارا دستروی که می‌کردن اینو حمل می‌کردن جلوی دست ما. اومدیم کوچولوش ساختیم که مردم شده بتونن آره تزئینی تو خونه‌هاشون داشته باشن و همیشه یاد امام حسین باشن. اینم آره اینم بنا این سر است، نصب میشه اینجا. آره خیلی قشنگ. حالا الان جالب نصب میشه اینجا رو این پایه، تندیس رومیزی خیلی قشنگیه، یادگار از اون دوره. حالا این چی آج آقا؟ این هم از اون کارهای خیلی درجه یکیه که چیز قشنگیه. این با کمک بچه ها اینجا طراحی کردیم و تولید کردیم. این تابلوهاییه که با طلای 24 عیار ساختیم. البته طلای خیلی نازک و اگه خیلی بخواد سخیم باشه خیلی گرون میشه، همه نمیتونم بخرم. و نقوش میراثی شیعی رو اومدیم احیا کردیم و طرحش معمولا طرحهای میراثی شیعیه. امیرالمومنین علی علیه السلام با حق است و حق همیشه با امیرالمومنین است و این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن تا اینکه پیغمبر خدا فرمود در کنار حوض کوثر هر دو گرد هم میان و به من ملحق میشن. به به. آقا دمتون گرم، خیلی هم کار خوبی داریم میکنین، عیدتون هم باز مبارک. سلامت باشین. ما از این تابلو شما مبارک باشه. متشکرم. از این تابلوها به ما هم دادین، ما تو خندمون هم اهدا کردیم به مهمونا. بله. و دستتون درد نکنه. سلامت باشین. قربان شما. ان شاء الله بر همه بیننده های عزیزتون و برای شما مبارک باشه که بزرگترین عید خداست، عید قدیر. و بله. پیغمبر فرمودن که عید قدیر بزرگترین عید خداست، یعنی از عید قربان و از عید فطر رو از همه عیدا دیگه بزرگتره. چون عید اتمام و اکمال رسالت پیغمبر بوده. بله. که امیدوارم بر شما مبارک باشه و دلتون خوش باشه و لبتون خندون خندونه رو میبینید. بله بله. همیشه اینجور اخمو هستین یا واقعا با خانواده یه ذره مهربون ترین؟
نه اون همین جوری کلن میخوای یه زن جدی باشی که آره نمیدونم یه جذبه ای برای سعی کردم میگم اخ کنم این مونده روم ببخش نه شما رو اذیت کردیم نه آقا بشه سی بار کات دادیم ما بخندیم نشد ببخش نه آقا این چرد سلامت باشی خوشحال شدین قربون شما برم زنده باشین خوش اومدین عید شما مبارک مبارک باشین یک دو سه چهار مشغولی تو به کار نمیدونی بکنی چی کار بخندی نه از فنده کار اینا همه از خنده دار اینجا هست خنده بانه شیرین مثل هنده بانه گب مثل آش خنده بانه بگو بگو خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده بانه بخند خنده داره بخند خنده بانه خنده میگم کم بود هر روز خنده میخوادیم کال بود با انرژی مثبت رام بود دیگه نداری ما کم بود بخند جلو خودتو نگیر بخند خنده داره بگیر مثل ویروس میشه تکثیر بلند بخند خودتو نگیر خنده بانه به به خب آخه جگرمون حال اومد چه آهنگ قدیمی باحالی عرض کنم خدمتتون که جشنه و عروسیه و کی متخصص این ماجراست؟ دعوت میکنم از امیر کربلایی زاده خانم آقای مردم خوبی را سلام عیدتون مبارک عید شما مبارک امیر کربلایی زاده هستم معروف به امیر سریالی با قسمت پنجم از مجموعه عروسی ها در خدمت شما هستم مجموعه پنجم قسمت پنجم قسمت ششم و هفتم هم واقعا ادامه داره تا بله میری هفت الان آماده است اگه درخواست زیاد بشه تو دهش هم میرم من میخوام تو خندمانه رکورد بزنم رکورد هم میزنم خب برای اینکه دست رامبوت اینجوری بالا نره که تایم تموم شده بعد سریع شروع می‌کنم اجازه بدید ببینیم آنچه گذشت چی بود یعنی در قسمت‌های قبلی چی گذشت ممکنه سری چیزا هم جا انداخته باشیم دیگه درسته گفتیم که قدیم عروسی‌های ما چجوری بود عروسی‌های ما با خواستگاری شروع می‌شد دختر پسر می‌رفتن همدیگه رو می‌دیدن بعد خانواده می‌رفتن خواستگاری البته قبل از خواستگاری خاله و عمه و نه ببخشید خاله و مامان و خواهر داماد یه سر همینجوری سر زده می‌رفتن خونه عروس خانوم یه دید تخصصی اسکن شده کامل از محیط عروس خانوم و خود عروس خانوم خونه عروس خانوم اینا مینداختن که ببینن عروس خانوم مناسب هست بعد میرفتن خواستگاری قدیم که گفتیم اینجوری نبود قدیم ترا اصلا داماد عروس رو نمیدید پدر مادر میرفتن دختر انتخاب میکردن تنها زمانی که داماد عروس رو میدید سر سفره عقد بود عروس میگفت بله داماد روبنده رو میزد بالا و عروس رو تازه اونجا میدید قدیم ما که اکثرا وقتی داماد روبنده رو میزد بالا به عروس میگفت خیلی آقایی خیلی آقایی چون یه من سیبیل بود اون زیر از خودش آقاتر یه منم ابرو اون موقع مود بود دیگه
اون موقع مود بود، عمل سیبیل داشتیم، پروتز ابرو داشتیم، یعنی هر چقدر سیبیل دارتر و پرتر خیلی بهتر بود، که خدا رو شکر این رسم الان خیلی کمتر شده و حتی برعکس هم شده، یعنی آرایشگاه‌های مرد یه کاری با مردا میکنن، یعنی یه جوری داماد رو درست میکنن که بد نیست اونم یه روبنده داشته باشه، خیلی خوشگل میشه، اصلا یکی دیگه میشه، عروس نمیشناسته چه برسه به فامیلا. بعد از اون ما بعد از خواستگاری یه مرحله داشتیم که من نگفتمش، که اون مرحله قدیما خیلی زیاد بود الان یه ذره کم رنگ شده، به اسم تحقیقات تی محلی. در تحقیقات محلی اصولا یه سری آدم‌هایی رو داریم که به صورت کاراگاه‌های خیلی متخصص در لباس کاراگاه گجت، پوارو، خانم مارپل، شلوک هومز، اینا میرن که اینا اصولا عمه و عمو و دایی و خاله عروس خانم میشن، میرن تو محل کار آقا داماد و زندگی آقا داماد تحقیقات محلی میکنن. گاهی اوقات مجبورن لباس‌های مختلف و تیپ‌های مختلف هم بزنن، مثلا عمو پاکبان میشه، دایی میوه فروش میشه، خاله سبزی دمه در پاک میکنه، بعد داداش پیک موتوری میشه، بعد اینا تا داماد وارد میشه مثلا عمو میگه وارد محدوده شد، وارد محدوده شد، دایی پیاز، سیب زمینی، آلو، آلوچه پیچید تو کوچه، پیچید تو کوچه، بعد خاله دمه در نشسته داره سبزی خورد میکنه، میبینتش، ای وای دارم چی میبینم، دوتا بسته رنگی میبینم، صورت عجیبی میبینم ولی توشو نمیبینم. اینجا برادر میاد با پیک موتوری میاد میگه کلا کاسکت داداش ببخشید اینجا محله رابدره؟ بعد داماد میگه بله رابدره. مواد تو دستت؟ نه بابا خوراکیه. یه گاز میدی؟ بعد داماد میگه بله بفهمه. همین لای کلا کاسکت بده. عروده که شوهر خواهر عزیزم، شوهر آده آیندم، بابا حال قرگو، عمه، دایی، قرگروت، قرگروته، زنگ میزدن، قرگروته، قرگروته، خوشحال میشدن، داماد تایید میشد میرم. بعد از مراسم خواستگاری، مراسم چی رو داریم؟ اگه گفتیم؟ بله برون، بله برون گفتیم. چجوری بود؟ فامیلا جمع میشدن با هم دیگه، بزرگترام چکچونه میزدن سر سکه و اینا، بعد بزرگترام گفت آقا 100 تا بدیم سکه خیرشه ببینیم. خانواده عروس هم میگفتن این دکمه اگزیت تو دستمونه، 300 تا کمتر بدید گو تو اگزیت، میزنیم بریم. خب که دیگه بعدش مثلا انجام میشد و میرسیم به شیرینی خورون. شیرینی خورون اونایی که کوچیک‌تر بودن تو بله برون روشون نداده بودن میامدن شیرینی بله برون رو میخوردن و از اینجا او کنان شکل میگرفتن. او کنان کیا بودن؟ او کنان یا شادی سازان ادهی بودن که از اینجا کارشون شروع میشد و تا پایان عروسی هم هستن. اینا کارشون اینه هر جایی که بشه دوره هم جمع میشن پشت سر هم میگن او 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 ماشاءالله اینجا هم هستن، همه جا هستن، آمادن، فقط کافیه که اشاره کن. اینه این او از کجا به وجود اومد؟ این او از کجا به وجود اومد که اجداد ما اولین باری که صدای لوکوموتیو رو میشنون نمیفهمن چیه، فکر کنن یه عده خوشحال دارن دست میزنن رد میشن، از اونجا میشه که دیگه او شکل میگیره و با تا الان همراه ما هست و بوده. بعد از بعد شیرین خورون خواستگاری، ما دو نفرم داریم تو عروسی که اینا خواستگاری به هم زنن و وصلت ساز. خواستگاری به هم زنها اونایی هم که از اول که میشینن میگن بریم دیگه، بریم دیگه، زحمت رو کم کنیم دیگه، زحمت رو کم کنیم دیگه، بفرمایید دیگه. وصلت ساز از اونایی هم که از اون اولی که میان تو میان یه شیرینی رو بخوریم دیگه، شیرینی رو بیار، دعوام که میشه آقا یه سلوات بفرستید شیرینی رو بیارید دیگه، اینا هی میگن شیرینی رو برید. اینو وصل سازم. بعد میرسیم به دوران نامزدی. نامزدی رو من قبلا کم گفتم ازش، الان قشنگ براتون میگم. نامزدی که شیرین ترین دوران زندگی آدمه. یعنی چی؟ ما رسم داریم فرهنگ ما ایرانی ها که دختر و پسر قبل از عقد رسمی و عروسی محرم میشن به هم دیگه، بعد از اینکه محرم شدن همدیگه رو بیشتر میشناسن، که این دوران دورانیه که عروسی ما تا دلتون میخواد دربن میرن، درکه میرن، پارک میرن، این ورانور میرن، جای تفریح میرن، تا با تا میتونن به همدیگه نون قرض میدن. مثلا دختر به پسر میگه تو خیلی کوهی. چی؟ خیلی کوهی، خیلی کوهی، میدونی یعنی مثل کوه میمونی، آدم میتونه به تکیه بکنه. واقعا آره، تو هم خیلی ولی. چی؟ یعنی که منظورم رهایی، واقعا آزادی، مثل نفس میمونی، اگه نباشی من خفه میشم. راست میگی؟ آره دیگه، از اینجا به بعد دیگه چیز میشه، یک فیلم هندی به وجود میاد.
گفتم فیلم هندی دیدید فیلمای هندی و مثلا دختر پسر عاشق همدیگن، بعد از هزار تا مشقت توی یه جایی که پرنده پر نمیذاره همدیگر رو پیدا میکنن، بعد دختر به پسره میگه که من تو رو عاشق هم، بعد پسرم میگه من تو رو عاشق هم، بعد این میگه من تو رو عاشق، اون میگه تو رو عاشق، یهو 100 نفر پشت اینا میان آ دست دستی جا جانی جا ها هل وایسا وایسا هندم او داره. بعد میگه آقا این مال فیلمه که نیست، میگه نه باشه اب نداره آ دست دستی جا. مثلا من خیلی چاله به این فیلمای هندی، حالا بعدا یه استنداپ راجعش میرم زیاد وقت ندارم، مثلا یارو از تشنگی داره تو بیابون میمینه، مثلا میگه خدایا آب مرا آب مرا آب، یه 100 نفر میان پشت سرش آب آب خدایا آب آب. از کجا پیداتون شد؟ خب این همه سال و کلا کردی 300 نفر یه لیوان آب بیاورده که دادید به بعدم. بعد شما بعد شما کجا بودید؟ استنبای تو خاکید؟ یکی میگه آب میرسید بیرون؟ این چه بس؟ اصلا اینو معلوم نیست از کجا. حالا بگذاریم وقت نداریم. آها داشتون میگفتیم مراسم نامزدی این دل و قلب دادن و اینجور حرفا. 5 سال بعد همین دختر پسر بعد از نامزدی 5 سال بعدشون دختره به تو هم میگن مرد بوته برای تو پادشاست، مرد نیستی، مردم کوه دارن ما تپم نداریم دست انداز. پسره بهتر است تو هم که کش قیتون، مثل کش قیتون در میری از این فروشگاه با اون فروشگاه از این فروشگاه با اون فروشگاه، مگه من سر گنج نشستم؟ تو خونه باباتم از این خبرها بود؟ مثل گاز دیوکسید کربن میمونی داری خفم میکنی. این همون نیوت که اگه نفس نبود خفه میشدی که، چرا یه عوض شد؟ حالا بگذاریم، بعد از دوران نامزدی میرسیم به دوران چی؟ بگی؟ بلند بگی؟ اخ کنون هم گفتی بله، اخ کنون سن زمانم کنون هم کنون هم کنون اخ کنون گفتی که چجوری بود؟ یه دونه پارچه میگرفتن که این ورانور پارچه رو دوتا چیز دهندوز میگرفتن که حالا راجب دهندوز ها بهتون میگم که اینا کیان. وسطش هم مجرد ها دختره مجرد وای میستن کلقن به هم میسابن، میگن این کلقند ها چیکار میکنه؟ بخت دخترها رو باز میکنه. بعضی وقتا اینقدر دیده شده ازدحام زیاده که دخترها سعی میکنن شده یه نصف کلقند هم بگیرن بسابن به کلقند بغلی، نصف بختشون باز بشه حداقل. حالا اونایی که دور پارچه رو میگیرن دهندوزا کیان؟ اینا فامیلای عروسن. از اون اول که داره خطبه خونده میشه اینا اینجوریان، دوختم دهن مادر شوهرو، دوختم دهن خواهر شوهرو، دوختم دهن جارو رو، یعنی کل فامیل دهنشون رو میدوزن. که البته الان یه سرشو خواهر داماد یا عمه داماد میگیره که خونسا میشه و میره. اینو سریع بگم که بریم وقتم کمه. بعد از اخکنون و اینا میرسیم به جهاز برمون، قسمت آخر. جهاز برمون خیلی مهمه دیگه، میدونید دیگه از کجا شروع شد جهاز برمون؟ از انسان‌های نخستین. پدر نخستین پسرش می‌خواست داماد بشه، یه دونه نیزه داد به پسر نخستین که بره شکار کنه، مادر نخستینم یه چاقو داد به دختر نخستین که اینا اومد اینو تیکه تیکه کنه. بعدن یواش یواش زیاد شد دیگه، جهازا زیاد شد و حال مجبور شدن هی بیشتر بدن بیشتر. پدر یه خونه یه اتاق خونه شو داد و مثلا کار خودشو داد و مادر کاسه بشقاب و اینا داد، تا رسید به اگه گفتید سیاهه. سیاه نارگیله نه ها، سیاهه. سیاه چیه؟ سیاه چیزیه که برای اساس اسباب اساسیه می نویسن سند و مدرکه. و چجوری هم می نویسن؟ مثلا می نویسن دو دست کاسه دو دست بشقاب، دو دست کاسه دو دست بشقاب، دو دست چینی دو دست مایتا، دو دست آپاش دو دست سمپاش، دو تا برده دو تا همزاش، دو دست قیچی یکی تکچی، دو دست قیچی یکی پیچی، دو تا الماس چی هیچی. خب این قسمت چیزش بودش اینا. بعد جهاز برمونم اینجوری بودش که خب عروس و دوماد قلچماغای فامیل پسرای فامیل که تا دیروز مشمای آشغال رو دم در نمیذاشتن جای خودشون رو جمع نمیکردن، اینا تو روز جهاز برمون پیداشون میشه. بعد عین این بادوم و پسته دیدید رو زمین داره پسته بادوم میره، تعجب میکنی زیرش میبینی یه مورچه گرفته داره میره، یا میبینی یه یخچال ساید بای ساید داره تو خیابون میره، نگاه میکنه میبینی زیرش پسر نیقیلون اینجوری داره دخترهای فامیل نگاه میکنه و میبره دخترهای فامیل هم که همین فقط شربت میارن، هی شربت میارن هی شربت میارن و این هی دیوانش مهم نیست، تعدادش مهم نیست، هی میخوره. مثلا میگه که بعد هر وقت میخوره اینجا میگه یخچال خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. آقا یخچال ما رو دیوان لیوان دوم بود، الان لیوان 15 رو داری میخوری. بعد دختره چی میگفت؟ دختره میگفت واقعا خسته نباشید، خیلی زور دارید واقعا، یه لحظه ببخشید اینو بگیرید. پسره من میرم یه اصال کل محل و بالا پایین کنم.
آره بیا دیگه دیگه نمیرسم دیگه نمیرسم بسه قسمت شیش آیا خوشت اومد دست بزن من قسمت شیش هم میام خیلی عمالی به احترام مردم عزیز ایران بلند شیم دمت گرم همیشه چاکریم تقدیم به همه عروس دومادا قبلش ما یه چیز داریم تو ایران همه بلدن اینو برای عروس دومادا قبل از خداحافظی میگیم بگیم بگو عروسی خوبانه ایشالا مبارکش باد جشن بزرگانه ایشالا مبارکش باد عروس چقدر خانومه ایشالا مبارکش باد دوما چقدر آهه ایشالا مبارکش باد حالا بودا بودا مبارک بودا ایشالا مبارک بودا بودا مبارک بودا ایشالا مبارک مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم خیلی این عید خیلی مبارکتون باشه خیلی خدا شما رو خیلی حفظ کنه خیلی مردم عزیز ایران دمتون گرم و سالم و عنایی باشه ایشالله که همیشه براتون عید باشه جشن بگیرین کنار هم باشین همه مریضا ایشالله از بستر بیماری بلند شن ایشالله همیشه عید باشه این یکی از بزرگترین عیدای ماست دست مولا علی همراه همه دومادا و عروسا و همیشه شادی باشه و همیشه عید باشه مخلصیم یک دو سه شاد اون چیه که میره جلو بازمونه خندبانه اون چیه که همه رو میخندونه خندبانه میبنه از روش خندت کوش هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خنده مانه کلی آدم زحمت کشیدن و خنده مانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیتم در که میره وقتی شروع میشه همه چی خوبه هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه بگو تو هم یه بار دیگه وقتی شروع میشه همه چی خوبه هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشقا میکوبه 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 اون چیه که میره جلو بازمونه خندبانه اون چیه که همه رو میخندونه خندبانه میبره از هوش خندت کوش خندبانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش چیه که میره جلو بازمونه خندبانه اون چیه که همه رو میخندونه خندبانه میبره از هوش خندت کوش خندبانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش